ضمن عرض سلام، درود و خوش آمدگویی به تک تک شما عزیزان، همکاران و همراهان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. امروز در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از فراخوان‌های ویژه از کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو. ابتدا من دستاندرکاران فراخوان رو خدمتتون معرفی میکنم. مهمان جلسه جناب آقای محمد رضا رایی هستند. منشی جلسه جناب آقای رضا حاتمی، مسئولین ضبط صدا و ادمین ها آقای سعید پورمند، آقای فرشاد تقی‌زاده و خانم سمانه بیرجندی. مسئول جلسه خودم ستاره دژم هستم. موضوعی که امروز بهش میپردازیم حق اعتراض، حقوق ذاتی و حقوق شهروندی هستم. متاسفانه همطور که در جریان هستید، اعتراضات و اعتصابات همچنان در ایران پابرجاست و اخبار ناراحت کننده رو هر روز میشنویم. سنندج متاسفانه اوضاع خوبی نداره طبق چیزی که توی اخبار میبینیم، ولی فکر میکنم اینترنتشون خیلی بده و فیلم ها عکسای زیادی رو از اونجا دریافت نمیکنیم. خبر بعدی که شنیدیم این بود که فکر میکنم شروین حاجی آقا پور به قید وثیقه آزاد شد، ولی همچنان متهم هست به همین تشویش از آن عمومی و فعالیت علیه نظام. یک دونه که نه چند تا اعتراف اجباری دیدیم از شبکه‌های داخلی ایران که از خانواده‌هایی که فرزندانشون رو از دست داده بودن متأسفانه اعتراف اجباری کردن، و به نظر من این یک اتفاقی که همیشه داره تو سلسله ایران اتفاق میفته و هر وقت که ما اعتراف اجباری دیدیم معنیش این بود که واقعا یه کاری کرده جمهوری اسلامی که داره این صحنه سازی رو در واقع انجام میده. و اعتصاب خیلی بزرگی داشتیم امروز، فکر میکنم برای عسلویه بود که کارمندان پتروشیمی دست به اعتصابات سراسری زدن. من از مهمان جلسه آقای رایی خواهش میکنم که یک مقدمه رو ابتداعا در مورد موضوع جلسه بفرمایم و بعد بحث رو با همراهی دوستان پیش ببریم. بفرمایید جناب آقای رایی، اگر ممکن هست آره در مورد پایه های حقوق ذاتی برامو بگید. ممنون. خیلی ممنون. با درود به همه شما دوستان گرامی و همه شنوندگان و بینندگان این برنامه. ببینید، حقوق یک مجموعه، یک سیستم کاملی هستند و یکی از خاصه های این حقوق این هست که هر مفهوم حقوقی کامل خود رو بیان میکنه و در این حال در ارتباط با حقوق دیگر هست. یعنی شما همه حقوق دیگر رو توی هر کدوم از این حقوقا میتونید ببینید. این حقوق ذاتی در واقع قسمتش مادی است، قسمتش معنوی است. اون قسمت معنوی رو که در اعلامیه جهانی حقوق غایب هست، حالا به علت ملاحظات و مصلحت‌های خارج از حق اونها رو حذف کردن، لازم توجه کنیم که حقوق معنوی بسیار مهمتر از حقوق مادی هستند. حالا به عنوان مثال، شما حق دوستی رو چگونه میتونید توی غیبتش رو توی اعلامیه جهانی حقوق بشر مثلا توجیه کنید؟ هرچند که در هر کدوم از این بندها، چون هر حقی حقوق دیگر رو بیان میکنه، شما تو هر کدوم از این حقوق میتونید بیان دوستی رو ببینید، اما به صورت مستقل مطرح نشده. ببینید، حقوق معنوی اگر پایه‌هاش رو بخوایم در نظر بگیریم، یه پایه اولش اینه که هر انسانی با عقل طبیعی خود توان تشخیص داره. هر انسانی 9 آزادی عقلی داره. از جمله آزادی های عقلیش این هست که عقل تعطیل بردار نیست، نمیتونید شما فعالیت عقل رو تعطیلش کنید. از جمله فعالیت های عقل ما این هست که معیار تشخیص میده و بر اساس معیارها سنجش انجام میده، قضاوت انجام میده، تفسیر میکنه، و به میزانی که به عقل طبیعی خود نزدیکه، یعنی به اون عقلی که قواعد حقوقی دارن که اینا یه سیستم کاملن، در واقع تعریف حق یکیش این است که قاعده ایست جهان شمول که غیر قابل کهنه شدنه، غیر قابل تبعیض توش نیست،
و همواره با ارزش و این ارزش هرگز سلب نمیشه، نو نمیشه. پس بنابراین حقوق این عقل انسان که آزاده، این عقل انسان که تشخیص داره، اولین حقش اینه که خودم مدیر خودمم، خودم اداره کننده خودمم. به عنوان مثال من در تظاهرات دیروز بودم، یکی از شعارها در تظاهرات دیروز پاریس بودم، یکی از شعارها این بود که خانمی میگو نوشته بود درشت، بدن من مسکن منه، بدن من حق منه و منم که کاربردش رو تشخیص میدم. این رو به صورت اتیکت دادن، اونایی که میخوان رو سینه‌شون بچسبونن و استقبال شد. بنابراین میبینید که بس منم که بر اساس همین خاصیت طبیعی که دارم، که عقل دارم، عقل تشخیص دهنده دارم، عقلی که تعطیل بردار نیست دارم و عقلی که معیار تشخیص میده، اصول راهنما تشخیص میده و میفهمه بر اساس این اصول راهنما که چی خوبه براش، چی خوبه براش. بنابراین خودش رهبر خودشه، خودش مدیر خودشه. پس اصل اول معنوی این اصله که تمام اصول دیگه هم تو این بیان میشه. اصل دوم، حالا این خیلی، این موضوعی که الان برای شما گفتم که اصل من مدیر خودم هستم، من خودم برای خودم تشخیص میدم، خیلی تعریفا داره. حق دوم حق دوستی است که با این حق در ارتباطه. حق دوستی یعنی که شما بر من اکراه، برای من اکراه ایجاد نکنید، حقوق رو در مورد من رعایت کنید، منم در مورد شما رعایت میکنم. زن و مرد با هم خلق شدن و در عشق میتونن رابطه با هم ایجاد کنن. رفتار پدر و مادر و فرزندان و فرزندان با پدر و مادر در مهر ساخته شده به صورت طبیعی. شما نگاه کنید دیگه حیوانات رو، شما جایی میبینید که پدر مادر خشونت داشته باشه نسبت به بچه خودش یا که درگیر بشن. حالا اون تفسیرهایی که ما این فیلم های راز و وقا میکنیم هم خودش مشکل داره هستن که نمیدونم یکی میاد و اون، حالا این بحث که بحث جداگانه است. بس بنابراین حق دوستی حق سومه. حق برخورداری از استعدادها در زندگی های، در جنبه های مختلف سیاسی و اجتماعی اقتصادی فرهنگی حق سوم معنوی ماست، حق سوم پایه ماست. ما استعدادهای مختلف داریم، استعداد مدیریت داریم، استعداد تنظیم امور و اقتصادی داریم، استعداد فراگیری داریم، استعداد هنری داریم که با این استعداد هنری غیر ممکنها رو ممکن میکنیم و استعداد مدیریت داریم. میبینیم که این حق برخورداری از استعداد قابل در واقع پایمال کردن نیست، قابل محدود کردن نیست. همه افراد یک ملتی حق دارن از امکاناتی برخوردار بشن که بتونن خوب رشد کنن. مدرسه ها به عنوان مثال در همه سطح کشور لازمه مثل سطح هم باشه و عقب افتادگی های مناطق عقب افتاده جبران بشه در رابطه با امکانات. پس بنابراین این سه رو که گفتیم، حق چهارمی مطرح میشه، اینه که ما موجود انسانی هستیم و اشتباه میکنیم، بنابراین حق ترمیم اشتباه داریم. ما نمیتوانیم بنا رو بر این بذاریم که یه دی مقدسن و یه دی والا هستن و یه دی بی نقص هستن و بر ما حکومت کنن چون ما بی عقلیم و صغیریم و اینا. تمام تجربه بشری نشون دادیم غلطه. پس حق چهارم حق ترمیم اشتباه. این چهار جنبه پایه‌ای تمام حقوق به ما نشان میده که حقوق چگونه سیستمی است کامل، غیر قابل انشقاق و در این حال بیان کننده همدیگر. این قسمت حقوق ذاتی است. اگر صحبتی در این زمینه داریم بفرمایید. نه میتونم برم رو حقوق شهروندی و یا اینکه همین حقوق رو ادامه بدم، هر طور خودتون مایل هستین. اگر صحبتی داریم بفرمایید، نه ادامه بدم. دوستان اگر در مورد حقوق ذاتی سوالی دارید با علامت دست راهنمایی کنید که بپرسیم. بسیار عالی. حالا این بحث ما میتونه خیلی ادامه دار بشه اگه دوستان شرکت کنن. اگر هم خودم بخوام این رو ادامه بدم در از جنبه
حقوقی میتونم اشاره کنم به خواسته های حقوق، یعنی قبل از اینکه به حقوق شهروندی بریم که حقوق رو چجوری میشناسیم، چه خواسته هایی دارن که قواعد دیگه ندارن، چگونه میشه حقوق رو در واقع تشخیص داد از غیر حقوق. اگر مایل هستین یه چند دقیقه رو وقت صرف این کار بکنیم، چون این به ما کمک میکنه که بفهمیم که کسی که یه قانونی رو وضع میکنه میخواد به خورد ما بده، آیا اینو بپذیریم یا نپذیریم، اصلا با حقوق ما تطبیق داره یا نداره. خواسته های حق اولیش اینه که حق جزء خود هستیست، عین خود هستیست، قواعد هستیست، بعد از خود هستی داره. هر چیزی که حق نباشه، من درآوردی و ساختگی باشه، از جنس قدرته. توجه داشته باشیم که موقعی که میگیم زندگی حقوقی، زندگی حق، از چیزی که در از خود هستی داره و خود رو بیان میکنه صحبت میکنیم، و موقعی که از قدرت صحبت میکنیم، فرآوردهای قدرت صحبت میکنیم، از رابطه مسلط زیر سلطه صحبت میکنیم که در طبیعت وجود نداره، و اگر هم وجود داره تحت شرایط سخت جغرافیایی و نمیدونم به عنوان مثال براتون بگم قحطی و اینها، سختی ها از طبیعت ممکنه موجودات رو خارج کرده. به عنوان مثال من که داشتم در مورد حقوق صحبت می کردم در بین دوستان بهایی ما، یه خانم بهایی یک سوال بسیار خوب از من کرد و اون بودش که شما حقوق میگی و صلح میگی و اینا، این همه آدم خوار تو این طبیعت چیکار، این همه چه میگن وحشی و گوش خوار تو این طبیعت چیکار میکنه. پاسخی که میشه گفته شد و روش دانشمندها کار کردن اینه که میتونه این طبیعت انسان نباشه که گوشخوار شده، طبیعت موجودات نباشه که شکار میکنن هم دیگر رو، این میتونه در اثر سختی شدید رو جغرافیا ایجاد شده و از طبیعت خارج شدن و میشه دوباره اینا رو موجودات رو از جمله انسان رو به طبیعت خودش برگردون. حالا این یه توضیح هست. توضیح دیگه هم این هستش که من این رو آقای به اسم لوی جامعه شناس فرانسوی این توضیح رو دادم. ایشون معتقده که آنچه را که ما بعضی وقت خشونت میبینیم خشونت نیست، ما فکر میکنیم خشونته. مثال میزنه، میگه شیری رو شما میبینید در حال حمله کردن به طعمه خودش است. شما با که از صورت او فیلم برداری میکنید و خوب نگاه میکنید، میبینید که او تمرکز حواس داره، به دقت داره به طرف چیز طعمه خودش میره، اما اثری از وحشت و حراس و خشونت و اینا تو صورتش دیده نمیشه. نمیدونم این توضیح درست هست یا نه، اما این توضیح دیگه هست برای این. پس بنابراین اولین خواسته حق اینه که از خود هستی داره، قدرت از خودش هستی نداره. پس حق اصالت داره، زندگی اصالت داره، قدرت اصالت نداره. در رابطه های تبعیض آمده، تبعیض آمیز مسلط زیر سلطه ایجاد میشه. خارج از حق چی هست؟ باطل هستش، ناحق هستش. خارج از هستی چی هست؟ نیستی هستش. پس هستی، این تصور که در شکم یک اصطلاح فضای بزرگتری به اسم نیستی هست، دروغه، غلطه، اشتباه فکری است. به این علت که هستی تمام هستی است، صفت داره، اما نیستی صفتی نداره تا فضایی حساب تصور بشه، حتی این صفت فضا رو هم نداره. حق خالی از تناقضه. شما حقی رو پیدا نمی کنید که در خودش و در بیرونش تناقض ایجاد کنه. حقها هم دیگر رو تایید می کنن. در درون هر حقی اجزا با هم رابطه در واقع این همانی هومئوستازیک دارن. اینو یه مقدار با هم باز می کنیم. یعنی چی؟ یعنی این که هر پدید در جهان هستی جهان پدیده هاست. تصور این که جهان پدیده ها درش بسیطی وجود داره باطله. بسیطی وجود نداره. سلول باز قابل تقسیم شدن، میرسه تا فوتون، میرسه همینطور تا کوانتوم. خود کوانتوم حالا علمش رو نداریم که کوچکتر از اون هم وجود داره، ولی ممکنه یه روزی برسیم. پس جهان بسیط ما نمیشناسیم، ما جهان مجموعه میشناسیم. مجموعه ها در خود درون خودشون اجزایی دارن که این اجزا در حالت طبیعی با هم رابطه هومئوستاتیک دارن، رابطه
همکاری دارن، رابطه تایید همدیگر دارن، در رابطه همکاری با هم دارن. اگر تضادی در اینا پیش بیاد، چون پدیده ها در طبیعت همشون هم حرکت دارن و حرکت موجب میشه که اینا دینامیک دارن، پویایی دارن، خود به خود این تضادی که در درون وجود داره تبدیل به تناقض میشه، اون رو از پا میندازه. پس بنابراین همه پدیده ها به طور ابتدا ساکن و طبیعی بدون تناقض هستن. بس از خاصیت های دوم حق این هست که با خودش تناقض نداره، با حقوق دیگه هم در تناقض نیست. حق در خود، در وسیله و در هدف خالی از زور هستش. پس هر زور چیه؟ فرق زور با نیرو چیه؟ نیرو موقعی که از حالت طبیعی خود خارج میشه حالت اتصالی پیدا میکنه که بهش میگیم زور. وسیله قدرت چیه؟ زوره، یعنی تغییر، دروغ، ارعاب، خجلت زده کردن، در واقع انواع اقسام مطلق گفتن، در ابتدا به ساکن حکم صادر کردن، اینا همه زورن. اینها حالت طبیعی ندارن. حالت طبیعی موقعی که میخوایم تصمیم بگیریم، اطلاعات میسنجیم، به تجزیه تحلیلش میکنیم، جای مناسبش پیدا میکنیم، همکاری میکنیم یا نمیکنیم. اینجا زوری در کار نیست که من بگم حتما این حکم رو اجراش میکنم. تو علم هم نگاه کنید، علم کارش حکم صادر کردن نیست، علم کارش تحقیق، نتیجه تحقیق رو ابراز کردنه و توصیه کردنه. هر عالمی که آمد گفت این حکم علمی است، دروغ میگه، در علم وجود نداره. زبان حقوقی و زبان که بر مبنای قدرت نباشم همین خاصیت رو داره. توصیه میشه کرد، من بر اساس علم خودم و بر اساس بررسی خودم میگویم که این توصیه رو به شما میکنم، شما تشخیص بده که آیا، و مقایسه کن و تجربه کن، آزمایش کن، نظرات متخصص های دیگر ببینید، تشخیص بدید خودتون برای خودتون که چی درسته و چی غلطه. پس خاصیت سوم این بود که حق در خود، در وسیله و در هدف، و در هدف خالی از زور هستش. پس خالی از اکراه هستش. حق شفافه. پس از خاصیت چهارم حق اینه که شفافه و ابهام درش نیست. ضرب المثل معروف فرانسوی هست، میگه که توی ابهام ها شیطون خوابیده، توی ابهام ها این فتنه ها خوابیده. شما کافیه که من با شما صحبت کنم و به جای اینکه به دقت صحبت کنم حکمی صادر کنم، این خوب است، بدون اینکه بگم چرا خوب است. ابهام ایجاد کردم، کلی بافی کردم. در اینجا کلی بافی یک نوع ابهامه. یا بگویم مثلا در همینجور در این گفتگو با خودمون شنیدم اینجا، خب این گونه هم نیست، این اشکال رو هم داره، خب بدون اینکه توضیح داده بشه که اون اشکال چیه. اینا کلی بافیه، اینها ابهامه. توی همین کلی بافی ها، توی همین ابهام ایجاد کردن ها، توی همین زبان دو پهلو صحبت کردن ها هستش که حقوق پایمال میشه. و بنابراین من که حقوقی هستم، من که میخوام تصمیم بگیرم، احتیاج دارم حق راست گفتم و حق راست شنیدم وجود داشته باشه، شفاف باشه، پنهان نشه، نمیدونم محرم و غیر محرم ساخته نشه. پس این خاصیت بعدی حق هستش. خاصه دیگه حق، زمان و مکان حق بی‌نهایت، زمان و مکان قدرتی که محدوده. به میزانی که شما حساب کنید، دروغ بدون تناقض گفتنی نیست. شما نمیتونید، محاله که شما بتونید دروغ بگید توش تناقض نباشه. اما دروغ هم همیشه چه کار میکنه؟ راست دروغ رو ترکیب میکنه، ترکیب از راست دروغ ارائه میده. پس دروغ 100% دروغ نیست، برای اینکه 100% دروغ باشه کسی باور نمیکنه، مجبورش چیکار کنه؟ ترکیبش کنه. این ترکیب به راست و دروغ هستش که بهش میگیم دروغ. اما راست چیه؟ شفافه، خودش رو بیان میکنه، درسته و توش تبعیضی نیست. تو رابطه ها قشنگ میتونه توضیح بده به این علت این گونه شده، این قاعده وجود داشته که اینجوری شده، این تحقیق بوده اینجوری نشده. احتیاج به پنهانکاری نداره، که احتیاج به این که این محرم است اون نامحرم است نداره، که احتیاج به این که بگه اینجا خوب است آنجا خوب نیست داره، مگر اینکه یک استثنایی البته وجود داره. موقعی که در شرایط جنگی هستیم میتونه دشمن از این اطلاعات شما استفاده بکنه، شما میگید به این دلیل، اونم نه همه اطلاعات رو، به این دلیل مثلا در مورد وضعیت دفاعی خودمون
اطلاعات رو فعلا بیرون نمیدیم، بعدا مثلا تاریخ دانا بررسی کنن، ولی یا مثلا در این حالت من نمیتونم وضعیت اقتصادی خودم آمارای دقیق بدم، به این علت که برمیدارن چیز میکنم، تنبیه اقتصادی منو میکنم. پس شفاف سازی و شفاف بودن از خصوصیات دیگه حق هست. زمان مکان حق بی‌نهایت، یعنی آنچه حق است گفته میشه کهنه شدنی نیست، همواره میمانه، اما آنچه که از جنس حق قدرت است، از جنس زور، توش حتما دروغ هست و زمانش محدوده. زمان محدود بودنش کی تموم میشه؟ زمانی که شما پرده دروغ رو روش بردارید. فکر کنید الان آفتابه، من پرده رو بکشم، یک کسی که وارد اتاق شده بگم شبه، کافی است که پرده رو بزنیم کنار، این روز دیگه تموم شد. اما بیام بگم الان روزه، بگم روزه، این زمان این حرف من حقیقت، همیشه حقیقت داره، چون من دارم چیزی رو میگم که وجود داره، هر وقت این کارو بکنم این حرف من حقیقته. پس خاصیت دیگرش، حق خالی از تبعیضه. چرا؟ برای اینکه حق همه زمانی، همه مکانی و به همه تعلق داره. حق دوستی به انسانهایی نیست که تعلق نداشته باشه، به همه تعلق داره، مگر خودش را دوستی محرم کنه، مگر دشمنی هایی در کار بیارن. پس به این علتی که در زبان فارسی خودمون میگیم حق دلیل نمیخواد، دشمنیه که دلیل میخواد، دوستی دلیل نمیخواد، دشمنیه که دلیل میخواد. راستش بخواهیم بیشتر از اینه، حتی دوستی طبیعی ماست، دلیل طبیعی بودنش تمام حقوق ماست. پس این که میگیم دلیل دوستی دلیل نمیخواد، به این مفهومی که یعنی قرض و مرض رو تراشیدن و انواع اقسام بهانه آوردن برای قطع کردنش برای دوستی، دشمنی در واقع میتونه این دلیل ها رو داشته باشه، خود دوستی اینا رو احتیاج نداره. من میخوام دوستی کنم با کسی، خیلی خوب، شما هموطن من، با شما دوستم، من دیگه چه احتیاجی دارم که این وسط دلیل بیارم؟ شما صاحب حقین، حق دوستی داره، منم دارم، خیلی خوب دیگه تموم شد. بس بنابراین حق درش تبعیض نیست. این خاصیت ششمش بود. حق انسان، حق در انسان ذاتی است، در هر پدیده نیز حق ذاتی هستش. پس فقط انسان نیست که حق داره، همه پدیده ها حق دارن و بنابراین اصل مهمی رو داریم مطرح میکنیم. حق دادنی و گرفتنی نیستش که بگم اگر قدرت نداشته باشم این حق رو داشته باشم از من میگیرن. حق رو من دارم، حق رو از من کسی نمیتونه بگیره. اون کسی که جلوی اجرای حق من رو میگیره، من زمان دفاع من بلافاصله بعد از تجاوز به حق میشه و بنابراین حق من حقی است که در واقع داشتنی است، نه گرفتنی و دادنی. پدیده های طبیعت هم همین حالت رو دارن. این تصور غلطه که فکر کنیم که انسانی که چون و چرا میکنه حیوانات نمیکنه، نه، اونا هم میکنن. من یادم میاد با یه دوست هندی من که هندو بود صحبت میکردم، که بسیار به این حقوق علاقه من بود، او میگفت ما در هند به حیوانات خیلی احترام میذاریم، یعنی اون رو صاحب حق میدونیم، اونا رو صاحب چون و چرا میدونیم. حیوان میتونه جلوی من وایسه و باهایی که من بهش یه دستور رو میدم رد نکنه، من مجبور میشم از زور استفاده بکنم برای اینکه اون رو رامش کنم، ولی من میتونم به عنوان یک انسان، مثال میزد اسب رو، شما نمیتونید اسب رو کاملا رام بکنید، مجبورید موتیوش کنید، مجبورید انگیزه براش ایجاد کنید، اون موقع میتونید باش درست انجام بدید. پس به این مسئله داشتنی بودن حق خاصیت هفتمش هستش. هر حق با حقوق دیگر مجموعی را تشکیل میدن، همطوری که گفتم حق یه سیستم کامله و همدیگر رو تایید میکنن و هیچ کدوم جلوی اون کسی رو نمیگیره. به معنی که ما قاعده رو تعیین کردیم که این مزاحم حقی هست، اینجا در تشخیص حقی که اشتباه کردیم، اون قاعده امتیازه، حق نیست، ما این که در درکش دوچار مشکل شدیم. خب هر وسیله‌ای که خاصیت دهم، نهم کمی بود که حقوق مزاحم هم نیستن، دهمش اینه که هر وسیله‌ای که بتونه اصول راهنما و وسیله و هدف از یکی دیگه جدا بکنه، این حقوقی نیستش. در واقع حق وسیلهش و هدفش با هم هستن،
و از هم جدا نیستن. اینکه هدف وسیله رو توجیه میکنه دروغه. هدف در اون وسیله خود بیان میشه. پس اون کسایی که میگن هدف وسیله رو توجیه میکنه، بعد هر کاری دلشون میخوان بکنن با اون وسیله تا بیچاره اون هدف رو از اون هدف بودنش هم بندازن، دارن دروغ میگن. پس این خاصیت دهمشه. و بنابراین هر جا که دست به تخریب آمدیم زدیم، روش و هدفی رو انتخاب کردیم که تخریبی هست، این ناسازگار به حقه. حق بنابراین تخریب کننده نیست. حق وسیله و هدفش از هم جدا شدنی نیستن. حق و تکلیف و مصلحت از یکدیگر جدای ناپذیر هستن. پس هرگاه آمدن به ما گفتن به اسم این مصلحت فعلا حق رو میذاریم کنار، دروغ دارن میگن. حق با مصلحت خودش و با تکلیف خودش، با مسئولیت خودش یکیست. مسئولیت چیست؟ از نظر حقوقی تکلیف چیست؟ از نظر حقوقی اجرای حقوق. هیچ مسئولیتی خارج از این دیگه وجود نداره. بافته‌های ذهنی هستن، ایدئولوژیک هستن. پس حق و مسئولیت حق و مصلحت‌هایی که میشناسیم اگر در درون خود حق نباشن، خارج از حق و دروغن. شورای تشخیص مصلحت نظام همش تجاوز به حقوقه. چی رو در نظر میگیره؟ در واقع حیات رژیم رو در نظر میگیره، نه حیات انسان رو. کدوم یکی از حقوق انسان رو حقوق ما ایرانی ها رعایت کرده؟ هیچ کدوم. چرا؟ به این علت که این اصلا ساخته نشده برای اینکه حقوق رو اجرا کنی. مصلحت میکنه که این حیات رژیم باشه. اوجب و واجبات، حاکمیت و توحید رو هم میگه آذری قومی گفت میتونه تعطیل کنه که آقای بازرگان بهش اجازه بده دست از سر خدا بردار. میبینیم بنابراین، یعنی فکر نکنید که این در واقع رون آگاهی این کار میکنه. رفته توی سیستمی که اون سیستم اصلا به کل از خارج از حقه. و بنابراین به این خاصیت مهم حق توجه نمیکنه که حق اگر مصلحتی میسنجیم یا تدبیر میسنجیم در درون حق نباشه، در بیرونه و بنابراین باطل ناحقه. حق با واقعیت ها، خاصیت دوازدهم هست، حق با واقعیت ها رابطه برقرار میکنه، رابطه مستقیم برقرار میکنه، با دروغ مجاز رابطه برقرار نمیکنه. پس توجه شما رو به یک مسئله مهم جمع میکنم. واقعیت به صورت محضش، یعنی ابجکتیو بودن، کار انسان نیست. امرهای واقع، عینیت ها، اموری که اتفاق میفتن رو ما برداشت ذهنی براش درست میکنیم که اسمش میذاریم واقعیت. این برداشتی که پیدا میکنیم ترکیبی است از عقیده، تأمل و تفسیر ما، و هیچگاه این تفسیر ما کاملا از دخالت دست بره میداره، برای که همه ما کم و بیش آلوده به قدرت هستیم. و بنابراین واقعیت محض تشخیص ذهنی، ما به طرف واقعیت میتونیم بریم. اما موقعی که در حقوق وامیسیم، مثل موجودی هستیم که چشمشو باز میکنه و میتونه واقعیت ها رو به طور نسبی تشخیص بده و حتی به میزان خیلی زیاد تشخیص بده، تجربه کنه، آنچه را که به ذهنش میاد فرضیه حساب کنه، روش مطالعه کنه تا نظریه بشه و اون نظریه رو هم همچنان قابل بررسی نگه داره. این خاصه های برابر این حق بود. حالا این صحبت های من قبل از صحبت های شهروندی بود. خانم بیژندی و دوستان عزیز بفرمایید تا با هم بتونیم گفتگو داشته باشیم. ممنون از شما آقای رایی. بله، من خواستم بگم که اگه موافق باشیم اول از دوستان بشنویم بعد بحث رو ادامه بدیم. بفرمایید خانم بیژندی. درود عرض میکنم خدمت همه دوستان. آقای رای گرامی، طبق فرمایش شما از اول من چند تا نکته برداشتم و در واقع میخوام نظر خودم رو نسبت به صحبت شما و این اتفاقاتی که الان در جریان هست رو بگم. شما فرمودین که از آزادی عقلی که برای انسان وجود داره، اون فعالیت هایی که عقل داره میتونه معیار داشته باشه، میتونه قضاوت کنه، میتونه تفسیر کنه و خیلی کارهای دیگه. و با توجه به تمام حقی که شما الان فرمودین، من هرچی که شما فرمودین داشتم مقایسه میکردم با اون چیزی که الان مردم ما باهاش مواجه هستن و دیدم که 100% در واقع اجرا نمیشه و وجود نداره.
حالا از طرف دولت و حکومت وجود نداره. و دقیقا این ذهنیت رو پیدا کردم که این نسلی که الان کف خیابونا هستن، شاید ما بتونیم بگیم در واقع این علمی که الان در واقع این تخصصی که شما دارید صحبت میکنید و ندارن، ولی اون معیار رو دارن الان، برای خودشون معیارشون رو داشتن، تفسیر کردن ازش، از خواسته هاشون، و حتی قضاوتی هم داشتن که الان اینطوری محکم و استوار ایستادن تو مسیرشون. و یک کلام، و من دارم میبینم و میشنوم تو جاهای مختلف، مخصوصا خب چون من خیلی شنوندم بیشتر تو کلاب هاست که میان صحبت میکنن، یک کلام سر حرفشون ایستادن و جمهوری اسلامی رو نمیخوان هیچ طریقی. یعنی من حتی اتاقایی دیدم که اومدن صحبت داشتن میکردن راجع به اینکه بیان رفراندوم بذارن، واکنش این بچه ها رو نسبت به این صحبت ها حتی من میشنیدم که یعنی اصلا میگفتن شما راجع به چی دارید صحبت میکنید، ما اصلا نمیخوایم، هیچ گونه نمیخوایم اینا رو. و با توجه به صحبت هایی که از شما الان شنیدم و این در واقع خودم تحلیلی که برای خودم انجام دادم، فکر میکنم که این بچه ها دقیقا دارن اون کار درستی که باید رو انجام میدن، که شاید من نوعی تا همین الانش هم نمیدونستم درست اینی که دارن انجام میدن. مرسی، ممنون از صحبت های شما. بله، خیلی ممنون. ببینید، یک نکته رو توجه کنیم. انسان موجودی است به صورت طبیعی، به حقوقی، به شما گفتم عقلی داره که نقطه آزادی داره این عقلش. یکیش این هستش که فعالیت عقلیش قطع نمیشه، یکی این هستش که این عقل در واقع میتونه معیار بسنجه، تشخیص بده آنچه را که باهاش میتونه ارزیابی کنه. این از خاصیت‌های عقل آزاد ماست، این از خاصیت‌های عقل طبیعی ماست. اما این انسان معتاد به قدرت میشه و بر اساس این لغزنده و شکننده میشه. یعنی درست است که انسان به صورت طبیعی آزاد است، اما این هم درست است که انسان موجودی شکننده و لغزنده است. دلیل شکنندگی و لغزندگیش اینه که آزادیش کامله، میتونه بین خوب و خوب انتخاب کنه، میتونه بین خوب و بد انتخاب کنه، میتوانه در حقوق خودش باقی بمانه، میتوانه گرفتار ایدئولوژی ها بشه. پس توجه داشته باشیم، جوانی که میاد فکر میکنه، این جوان درسته که میتونه تشخیص بده، اما این جوان میتوانه معتاد به قدرت هم باشه و اشتباهی رو هم بکنه، دچار احساسات بشه، دچار کینه بشه، جدار نفرت بشه، و موقعی که داره تشخیص در راه عمل میکنه گرفتار خشونت هم بشه. میتونه در راه حل هایی که اقدام میکنه با عقل آزاد خودش تشخیص نداده باشه. توجه داشته باشیم، عقل حقوقی عقل تجربی است، عقل نقاد، عقل بررسی کننده است، عقل گفتگو کننده است، عقلی است که اندازه میسنجه، عقلی است که در آن حکم صادر نمی کنه، رابطه مسلط زیر سلطه مطبوع و تابع، مطبوع با ته دو نقطه، مطبوع و تابع برقرار نمی کنه. و این ذهن هست که سالم باقی میمانه. ولی اگر آمد و سنویت ایجاد کرد، یعنی رابطه مسلط و سلطه بین دو محور ایجاد کرد، این موجودی که اینقدر کریم و قابل چیز هست میتونه اشتباه کنه. پس لازم است که ما توجه کنیم به یک عامل دیگه و اون عقل جمعی است. عقل جمعی، نه هر عقل جمعی، عقل جمعی حقوقی. این توجه رو ژان ژاک روسو کرده در زمان دوران روشنایی، که هر قراردادی، هر تفکر جمعی لزوماً تفکر همه یه ملتی نیست، تمام انسان ها نیست. این قرارداد میتونه، این تفکر جمعی میتونه تأمین منافع یه عده رو بکنه بر علیه کسی دیگری، نمیتونه تأمین منافع همه رو بکنه. پس عقل جمعی که حقوقی تشخیص میده و انتخاب میکنه، اون فقط برای همه است. حتی یه نفر یک فکر جمعی داشته، یه حقوقی داشته باشه، اون فکر برای همه است. عده‌ای با هم میشینن فکر میکنن، راه حل تعیین میکنن، با هم میتوانن راه حل حقوقی پیدا کنن، اون درسته. اما اگر آمدن و گفتن ما به طور جمعی آمدیم این نظر رو با هم گفتگو کردیم و رأی دادیم و یه اکثریت این نظر، میتونه غلط باشه، اون اکثریت میتونه اشتباه کنه، حتی یه نفر میتونه اون رو درست عمل بکنه. پس هرگاه، همینطور که الان تو صحبت رو گفتم، هرگاه نظری رو داریم که درش اکراه ایجاد میکنه، اینجا ما داریم جدایی ایجاد میکنیم.
هرگاه نظری که دادیم توش تناقض، اینجا ما داریم اینجا میکنیم، هرگاه نظری رو دادیم یا راه حلی رو پیدا کردیم که درش خودش رو بیان نمیکنه، خودش نشون نمیده، بلکه بر اساس یک تفکری بنا شده، خب این میتونه صحیح نباشه. به عنوان مثال دیروز با هم صحبت کردیم دیگه رو مبارزه مسلحانه، مبارزه مسلحانه کشور ما هم پیروز داشته، هم ناموفق بوده هم موفق بوده، هر دوش بوده تو این کشور. پس بنابراین من نمیتونم همینجوری یهو بگم دیگه به تنگ اومدم، این رژیم رو نمیخوام، میخوام اینو به رژیم رو بندازم، هر جور شده هم بندازم، حتی اگه مبارزه این راه این فکر غلطه، اینجا این خطر به وجود بیاد. پس لازمه من میخوام این رژیم رو بندازم، منم باش موافقم. من میگویم که این رژیم همه حقوق رو پایمال میکنه، منم باش موافقم. من میگویم که زمان اعتراض ما بلافاصله بعد تجاوز به حقوق، من باش موافقم. پس این همه اینها نشان میده که من لازمه راهی رو انتخاب بکنم که این رژیم حتما بیفته، نه اینکه راه رو کندش کنم. به شما گفتم دیگه مبارزات مسلحانه، اعلام مبارزه مسلحانه سال 44 سازمان فداییان خلق و سال 49 سازمان مجاهدین 8 سال حداقل جنبش ما رو به عقب انداخت. چرا؟ به این علت که خشونت ایجاد کرد. در سوریه همین اتفاق افتاد، جنبش بزرگی به وجود اومد، ولی به معنی که اسلحه گرفتن وابستگی های ایجاد شد، عربستان سعودی آمد به این گروه های مسلح کمک کرد و امثال این کشورهای دیگه هم همینطور، خصوصا عربستان سعودی. چرا میگم؟ برای اینکه خانواده زورپرستی اونجا 21 نفری هست در اونجا که اینا معتقدن خاورمیانه باید بازار بزرگ برای عربستان اسرائیل بشه و بنابراین سرمایه گذاری میکنن در خشونت، برای اینکه این جنگ ها به نفعشون، جنگ نعمتی برای استبداد ها. و بنابراین این موقعی که شما میخواهید بگید که من میخوام رژیم سرور بکنم، اون نعمت، اونایی که جنگ رو نعمت میدونن سرمایه گذاری میکنن، اونایی که میخوان توطئه کنن سرمایه گذاری میکنن، اونایی که میخوان شما جنبش شما منحرف بشه، این رژیم بمانه، به این علت که اگه این رژیم بیفته استبدادها تو منطقه شل میشن، اونها سرمایه گذاری میکنن اون توطئه ها، اونها سرمایه گذاری میکنن رو مبارزات مسلحانه وابسته به خودشون و خواسته های خودشون خواهند داشت. مثال بزنم برای شما، جنگ ایران عراق پیش اومد دیگه، حالا از تفسیرها اینا بگذریم، جنگ پیش اومده، صدام چی میخواسته؟ میخواسته اونجا خوزستان بشه فلسطین، یک جو اصطلاح حکومت وابسته در ایران ایجاد بکنه. خب شما این وابستگی در واقع اگر ما جلوش وا نمیسادیم ایران رفته بود. پس میبینیم که ما میتوانیم بیایم طوری عمل بکنیم که درست عکس خواسته ما باشه، یا که کند کنه حرکت ما رو، خواسته ما رو به عقب بندازه، همینطور که دستوری الان انداخته دیگه، برای اینکه جنبش ها به علیه رژیم بوده، مردم دیدن که آه دیگه آنچنان جنگ داخلی و خشونت و درگیری و منافع کشورهای دیگه و اینا مطرح هستش که خونه نشین شدن و معتقد شدن که جنگ داخلی فتنه بزرگی و وارد این جنگ نباید شد. پس حالا این چرا اینو میگم؟ جوان میتونه تشخیص بده، جوان تشخیصش همراه هست با شور و مشورت کردن، شور و مشورت کردن و تشخیص همراه هست با ارتباط نسل ها، همراهی نسل ها. هرگاه در هر جای دنیا از جمله ایران درگیری نسل ها پیش اومد، اشتباه است. درگیری نسل ها جنبش رو به عقب میندازه. این که نسل قدیمی شعورش نداشت این رژیم رو برداره و بنابراین با یک کاسه همه رو راندن، اشتباه است. تو نسل قدیمی، تو نسل جدید، تو نسل وسط هم انسان‌های حقوقی هستن، هم انسان‌های غیر حقوقی. مگه در ایران 12 میلیون درویش نداریم؟ اینا درویشا که با این رژیم نیستن که، میگن درویشن دیگه، دفعون معتقدن که اهل طریقتن، اهل شریعت نیستن، شریعت رو حتی پوسته میدانن، طریقت خودشون رو، یعنی که به طور بنیادین اصلا با اینا اختلاف دارن. 12 میلیون مملکتی کم نیست. خود این رژیم آمار گرفته، اونهایی که طرفدار مصدق هستن در ایران از جناهای مختلف 27% مردم ایران هم. خب موقعی که همچین چیزی وجود داره، همچین نیروی وجود داره، این تقابل نسل رو ایجاد کردن خطرناکه. من میتوانم جای اشتباه بکنم جوان من رو تصدیق کنه، جوان میتونه جای ایجاد اشتباه بکنه که من رو تصدیق کنم. همه ما اگر تاریخ خودمون رو نگاه کنیم میتونیم اشتباه کنیم، مثل این تاریخی که دیروز یه مقدارشو براتون گفتم. ما در جنبش بابی، جنبش مسلحانه بسیار گسترده شکست خوردیم، در اینکه خیلی از مردم بودن که استقبال کردن از جنبش بابی در ایران. ما انقلاب مشروطه شد، انقلاب جنبش مسلحانه شد، چیز شدیم، پیروز شدیم، به این علت که
وجدان همگانی دفاع کرد از اون جنبش همگانی، فرمان اون جنبش همگانی مردم دادن نه گروه های سیاسی. اما در سال 60 فرمان گروه های جنبش همگانی رو مردم ندادن، یک گروه های سیاسی دادن، مردم هم وارد نشدن. پس توجه میکنیم که موقعی که داریم از سوق صحبت میکنیم هم از توانایی داریم صحبت میکنیم، اما یادمون نمیره که لغزنده ایم. چرا؟ دموکراسی احتیاج به مراقبت داره، انسان احتیاج به مراقبت داره، تمام حقوق احتیاج به مراقبت دارن. توطئه وجود داره اما بر اساس تئوری توطئه برخورد نمی کنیم. توطئه وجود داره اما شناسایی می کنیم، تجربه می کنیم، بررسیش می کنیم، تحقیق می کنیم تا شد بر اساس مدارک و شواهد توطئهشو بگیم. اما ذهن ما نمیاد بر اساس تئوری توطئه برخورد کنه. چرا؟ به این علت، یعنی سوءظن. من چون توطئه وجود داره همینجوری که ندیده فورا میگم که این توطئه. به قول دوست ما دیروز میگفتش که میگن مثلا آذری ها کردا تزیه طلب، نه همچه چیزی نیست، همچه چیزی نیست. شما هلو نگاه کنید جنبش جنگل گیلانی ها رو، هنو به موقعی بعضی ها نگاه میکنم میکنم تزیه طلبی بود، دستی که نبود. پس نشون میده که ما با ذهنی خالی از سوء زن، با ذهنی حقوقی و با ذهنی که مرتب سعی میکنه خشونت رو دفع کنه، دفاع کنه، کنار بزنه و نه خشونت رو با خشونت جواب بده، میتوانیم تشخیص درست و به موقع بدیم. تجربه ها وجود داره. چه دلیلی داره که تجربه هایی که وجود داره از شکست و پیروزی رو نگاه نکرده عمل کنیم؟ خب این یه لغزشه، لازمه که بدانیم که این تو این تاریخش میگذره. مثال بزنم، شما الان میبینید تو این جنبش اثری از رضا شاه روحچا وجود نداره. چی شد؟ برای اینکه اون جوانی که خانم بیرژندی میگن قسمت دانشجویش اومد گفت، بررسی تاریخی کرد و دید که اون سلطنت و این سلطنت هر دوش استبدادی بودن و ایرادایی داشتن، این سلطنت بیشتر. پس میبینیم که موقعی که نسل‌ها با هم ارتباط برقرار میکنن میتونیم نتیجه بگیریم. توجهتون رو به این نکته جلب میکنم. یک نکته دیگه جلب میکنم که مهم هست، ملت جمع افراد نیست، ملت یک مخروط اجتماعی است که در اون مردم به همراه جوانای خودشون، به همراه روشنفکرها و به همراه نابغه ها تشخیص میدن. آنچه را که نابغه میگه روشنفکر بعدن میگه، ممکنه هم موقع نگه. آنچه را روشنفکر میگه دانشجو، دانش آموز و با هم گفتگو میکنن و گفتگوها رو میبرن تو خانواده و این مخروط رو شکل میدن. ببخشید زیاد صحبت شد، بفرمایید. بگم عالی، نه واقعا توضیحات به نظرم مفیدیه که ما لازمه در موردشون بدونیم. من توی حرفاتون متوجه این که چطور میشود حق رو تشخیص داد، یعنی اون چیزی که به ما در واقع نوشته میشه یا توضیح داده میشه درست یا غلط بودنش رو بفهمیم. این برای من سوال بود که خب چون به صورت پرکنده تو صحبتاتون گفتیم، من 12 خاصه داره حق که اون رو لازمه توجه کنیم بهش. درسته. میخوان اول از خانم بیرژندی بشنویم بعد هم بپردیم به ادامه. بفرمایید. ممنون، متشکرم که دوباره این فرصت رو به من دادین. جابرایی، من یه سوال دارم، البته خیلی خارج از بحث نیست ولی واقعا سوال بزرگیه بر من و دوست دارم از شما که بودی در گذشته و در واقع تاریخ رو من فکر کنم شما واقعا حفظ هستید. نظر من اینه خانم بیرژندی، حفظ نیست تمام سلولای بدنتون تاریخ. لطف داری یه توجه به یک نکته جلب میکنم. تاریخ ایران حفظ نیستم ولی در سایت ما 28,000 صفحه تاریخ معاصر ایران نوشته شده. 10 نفر هم اون رو نخوندن. یکی از اون 10 نفری که احتمالاً 10 نفر خونده خود منم که جلوی شما نشستم. چرا؟ نویسندش آقای سفری، در حین کارش مرتب خوندم و جلو اومدیم و یه مقدارم همکاری داشتیم. بله میفرمایید. به هر حال مطالعاتون خیلی زیاد هستش جناب رای. حالا من اینو میخواستم بگم که یه صحبتی من تازگی شنیدم، این فیلم قدیمی بود البته ولی من تازه دیدم، اینو بگم خدمتون، راجع به پسر آقای محسن رضایی بود اگه اشتباه نکنم، که داشت دقیقا این حرف رو میزد، میگفتش که زمان پهلوی کشور اون زمان احتیاج به اصلاحات داشت و اون موقع شاید میشد با اصلاحاتی
در واقع کشور روی اون رو به رشد بشه و اون در جلوی اون چیزایی که در واقع مردم دوست نداشتن، حالا هرچی که بود، گرفته بشه و با اصلاحات میشد اون کشور رو اداره کرد. اما زمان الان در واقع زمانیه که باید انقلاب بشه. یعنی عقیده این آدم، میگم من چون تازه این حرف رو شنیدم خیلی فکرم راجع به این قضیه درگیر شد، چون به هر حال از شما، از جناب آقای شفایی، آقای جهانگیر گلزار، اینا مثلا خب خیلی شنیدیم راجع به گذشته، زیاد صحبت کردین شما از اون دوره، و میخوام ببینم آیا شما هم حالا طبق این صحبت نظر شما رو بدونم، ببینم واقعا با اون اصلاحات میشد؟ چون من حتی خودم فکر کردم شاید میشد واقعا با اصلاحات اتفاق بیفته، نه اون انقلاب بالا پیش بیاد. ممنون، خیلی ممنون، مرسی. من قبلا هم تو این جلسه، شاید شما خانم بیژندی حضور نداشتین، در این مورد صحبت شد. الان به طور کامل اون چیزی که میفهمم رو توضیح میدم، و اون این هستش که رژیم هر استبدادی، بزرگترین تجاوزی که به حقوق یک ملت میکنه، تجاوز به حاکمیت یک ملت. مردم صاحب مملکتن، حاکمیت دارن، یعنی دموکراسی دارن، جمهوری دارن، یعنی حاکمیت مردمی بر کشور خودشون دارن، و هر کسی به هر بهانه‌ای از جمله پیشرفت و نمیدونم میخواد بیاد این رو زیر پا بذاره، بزرگترین متجاوزه. ما انقلاب مشروطه رو کردیم که پادشاه سلطنت بکنه اما حکومت نکنه، اما محمد رضا شاه زیر بارش نرفت. بعد آمد کودتا کرد بر علیه نخست وزیر خودش که مصدقه، به دادگاه کشید در موردی، پیام داد برای به انگلیسی ها که ما ایرانی ها با اون نخست وزیرمون در دادگاه باید ببازیم تا من صف حکومت بمونم. یعنی همچین آدمی بود این مملکت، این آدم. و جریان اصلاحات رو، حالا هر رژیمی میتونه یه کارایی بکنه، اون هم یه کارایی کرد، اون رژیم، این رژیم هم کرد، اگه اتوبان نساخته این رژیم. اون رژیم برای اینکه اصلاح خودش رو بکنه بعد از کودتا، و سلطنت که نکنه حکومت بکنه و به قول خودش بیاد راه حل برای مردم درست کنه، چیکار کرد؟ آمد یه اتفاقی افتاد در امریکا، کندی بر سر کار اومد و او به این نتیجه رسید که این رژیم های استبدادی باید توشون دموکراتیزه بشه، توشون اتفاق چیز بیفته، و علی امینی رو اونا انتخاب کردن برای این کار. شاه پا میشه میره امریکا، میگه اون کاری رو که علی امینی میخواد شما بکنه خودم به عنوان پادشاه میکنم. آمد ایران، انقلاب سفید رو کرد دیگه، درسته؟ و عملا چند سال بعد نتیجه نداشت، نتیجه که مورد دلخواه باشه نداشت. چرا؟ الان براتون توضیح میدم چرا. ظاهرش این بود که انقلاب شده، به زنها مثلا آزادی داده. مثلا مگه آزادی دادنیه که شاه تصمیم میگیره اینجا بده اونجا نده؟ آزادی رو همه دارن، همه آزادی ها رو هم داریم. کشاورزی مملکت رو لازم بود که میخواست چیکار کنه؟ اصلاحات ارضی کرد دیگه. خیلی خوب، شما کشاورز رو حالا از مالک گرفتی، داری دست کار چیز بهخوان. خب این دهقان امکانات نداره که، این باید براش وسیله حمل و نقل ایجاد کنی، براش صنعت کش رو بهش یاد بدی. ندید، خب اینا کشاورزی مملکت داغون کردیم در عرض چند سال، از بین رفت. بعد اومدیم می‌خوایم صنعت ایجاد بکنی. همین الان شما نگاه کنید، یک نمونه‌اشو بهتون بگم. صنعت ذوب‌آهن کجا ایجاد کرده اون شاه؟ از کجا خریده؟ این صنعت عقب افتاده از اروپای شرقی خریده، آورده اونجا. کجا؟ وسط ایران، جای خشک. کارخانه‌ای که باید بغل آب باشه وسط ایران، اونجا چیکار میکنه؟ تشخیص ندادن دیگه، تشخیص ندادن سنجش. کی اینو میگه؟ آقای علی خانی. آقای علی خانی کیه؟ بهترین اقتصاددان اون رژیم. نه، اینقدر باش چیز کردن، بهش فشار آوردن، گذاشتنش کنار، یعنی مجبور استعفا شده. آقای علی خانی کیه؟ همونی هستش که خاطرات علم رو نوشته. مصاحبهشو با بی بی سی گوش کنید، بسیار آموزنده است. پس اون رژیم، اون برنامه‌ای که یادم رفته اسمش چی، به هر حال رو یوتیوب بزنین بی بی سی چیز، علی خانی میاد. پس اون رژیم فرصت اصلاح داشت. از کی؟ از 32 تا 57، 25 سال، کم 25 سال. کار رو به کجا رسوند؟ اینقدر به زورگویی و خرابکاری و اینا رسید، روشنفکرها رو حس کرد، مثل پدر خودش. با شما با که روشنفکرها رو حس میکنی چی؟ و گزارش غلط موقع که میده به دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی خوده، نتیجه میشه که امریکایی ها چه کار کردن؟ خودشون مجبور شدن تحقیق بکنن در ایران در ابتدای دهه 50.
در این مطالعات خودشون به این نتیجه رسیدن که نه نمیشه اینجوری، این اطلاعاتی رو که بهش میدن غلطه، این اصلا اقتصاد داره اصلا میپاشه. چرا این اقتصاد داشت اصلا میپاشه؟ در اینکه اقتصاد ایران دچار بیماری هلندی شده بود. بیماری هلندی چیه؟ موقعی که شما نقدینگی زیاد توی اقتصاد بیارید، امکانات نباشه که اونو جذب بکنه، تورم افسارگسیخته ایجاد میکنه. همینطور هم شد در ایران. سرمایه‌ها از سال 53 شروع کردن از ایران فرار کردن و بنابراین در اون وضعیت ما انقلاب کردیم. سال 56 حجم نقدینگی ما 400 میلیارد تومان بوده، سال 57 شد 900 میلیارد تومان. موقعی هم که انقلاب شد همه بانک‌ها ورشکسته بودن، تمام بانک‌ها خالی از همه برداشته بودن یا برده بودن یا چی. این وضعیت مملکت بوده. پس حالا این یه قاعده، این توضیح رو بر شما بدم. پس اول اینکه ایشون نباید بر مملکت کاری میکرد، ایشون لازم بود به همون قانون اساسی خود تن میداد که سلطنت کنه نه حکومت. و دومین مسئله که وجود داره اینه که دعوا بود بین دو جناح مختلف انصاری و هویدا. جناح اقتصادی اون رژیم که جناح انصاری بود نمیخواد جناح هویدا کار درستی انجام بده، حسادت در واقع، حسادتی که انرژی منفیه و میتونه خیلی رژیم ها که چی، خیلی از مجامع انسانی بسیار حقوقی رو هم بشکونه و بعضی که اینو بذاریم میاد داغون میکنه. حسادت چه مکانیزمی داره؟ یا کمتر از منی یا به اندازه منی، بیشتر از من اجازه نداری باشی. این سیستم بنابراین یه دعوای دومی بود. نکته سوم این هستش که انقلاب زمانی اتفاق می، اگر انقلاب باشه، البته با تعریف های انقلاب، اگر انقلاب باشه یه پدیده جهانیست، حتما پیامش جهانیست. انقلاب ایران با خاصه هایی که برای حالا یک بحث جداگانه خواهیم داشت. ببینید اینجا من دارم میگم جداگانه، نمیخوام کلی بافی بکنم، بحث جداگانه. کتابی با اسم انقلاب وجود داره که شما میتونید اونو بخونید و بنابراین صحبتی هم که میکنید به میزان زیاد تو هم کتابم هست. پس پدیده جهانیست. انقلاب موقعی اتفاق میفته که اصلاح غیر ممکن میشه. چجوری؟ موقعی که حیات ملی یک ملتی به خطر میفته، مردم در مرحله آخرش انعطاف ناپذیر می ایستن، مثل همین الان، برای اینکه حیات خودشون نجات بدن. و رژیم هم اگر انعطاف ناپذیر برای حیات رژیم خودش باقی بمانه جلوش، حتما از مردم خواهد باخت، حالا دیر یا زود. اما اگر انعطاف به خرج بده خیلی خوب به اثر کار میمونه. به شما دو تا مثال زدم دیگه. در فرانسه سال 1968 تظاهراتی که شد و جنبشی که شد بزرگتر جنبش سال 57 ایران بود، اما رژیم اصلاح شد. اینا که کوتاه آمد رژیم، حالا کشورهای مسلط زیر سلطه و کشورهایی که حقوقی فرهنگ حقوقی دارن ندارن، اینا همه باید توجه بشه البته. ولی میخوام به شما اینو بگم، پس این که این فکر که فرصت داده شد چای استفاده کنید، غلطه این فکر اصلا. چرا؟ به این علت که فرصت داده شد، 25 سال فرصت داده شد، آمد چیکار کرد؟ کار رو رسید به اینجایی که گفت من دیگه پول نفت و نفله نمی کنم. آمد گفت که من خودش آخرش آمد گفت این چفچه سفس ها توته می کنن و این برنامه. خب تو پادشاه مملکتی. بعد خبرنگار آمد جلوش نشست، بهش گفت آقا تو که این حرفا رو میزنی ما فکر کنیم خطرناکی. برگشت گفت من اگر خطرناکم، منافع شما رو در نظر نمیگیرم، نگاه کنید چه کارا برای شما کردم. همچین پادشاهی داشتیم با همچین اظهار نظرایی. یعنی هم در واقع توجه داشته باشیم نوکر همیشه متنفر از ارباب خودش و تنفر خودش رو نشون بده، ارباب تمیش میکنه، اما ارباب همیشه سعی میکنه نوکر قوی تر از بقیه باشه. و موقعی که مردمی سرنوش خودشون رو به دست نگیرن، نه تنها رژیم سرنوشت مردم از بین میبره، بلکه کشورهایی که مسلط هستن هم میخوان این رابطه باقی بمانه، به نفعشونه. شما از جنگ جهانی دوم تا حالا هیچ دموکراسی رو نمیبینید که امریکا و انگلیس و اینا حمایت کرده باشن. استبدادها همه شما باشن رابطه دارن، در سطح عالی هم رابطه دارن. یه زمانی هم که مثل این رژیم رو دارن سرکوب میکنن، پشت پرده بهش گفتن تو حیاتت رو ما تضمین میکنیم، اما روز به روز ازش امتیاز میگیرن، امتیاز میگیرن به ضرر کی؟ به ضرر مردم، بازنده بزرگ مردم هستن. پس هرگز نشده، نتیجه گیری هرگز در هیچ جای دنیا نشده که در ایران نمونه اولش باشه که مردمی از روی خوشی انقلاب کرده باشن، توجه نکرده باشن به اصلاح. نه، مگر ما در تظاهرات سال 57 شعار میدادیم مرگ بر شاه؟ مگه میدادیم؟ آخرش داده شد، اما اولش که نمیگفتن که مردم اول شعار میدادن علیه حکومت، یعنی قوه مجریه. همینطور یواش یواش شدید شد، شدید شد، رسید به اونجا که
زمانی که خود شاه اعتماد مردم ازشون گرفت، شب آمد گفت صدای انقلاب شما رو شنیدم، فرداش آمد چه کار کرد؟ حکومت یک ارتش بود نظامی رو، ارتش بود اثاری رو گذاشت. شب میگه صدای انقلاب شنیدم، فرداش آمده میخواد حکومت نظامی ها رو گذاشته. خب این اعتماد شد ریخت دیگه، پرده آخر ریخت. بعد 8 بهمن پیش اومد در ایران، کشتار شد زمانی که بختیار قاصد، آخرین پرده ها شکست. دیگه سیل انقلاب غیر قابل جلوگیری بود، یعنی در اون لحظه آخر اگر میخواستن جلو بگیرن یعنی کاملا تسلیم باید میشدن. قبلش همین فکر نکنیم یه روزه این اتفاق افتاد. بعد سال 1984 میشل فوکو یه مقالی توی روزنامه گاردین نوشت، در اونجا توضیح داد که وجدان تاریخی ایرانی ها تشخیص داده این جنبش رو، تعجب میکرد که چجوری خودجوش اتفاق افتاد، رهبری نداشت، چون اولش حتی خمینی جرأت نمیکرد اعلامیه بده. بعدش هم که اومد گفت نوکر مردم هم. بعد اون حرفایی تو پاریس زد، حالا اگه بخواید خواستین بر شما میگم چه حرفی زده. دموکراسی میخوایم و نمیدونم حق بیان آزادی است و مگر حکومت دائمی میتواند باشد و همه اینا رو گفت. ازش هم سوال میکردم بابا این دموکراسی میگه کدوم دموکراسی، شبیه کدوم، شبیه دموکراسی فرانسه و سوئیس. پس میبینیم که ما به مرحله رسیدیم که نمیتوانستیم دست رو دست بذاریم. ما که نمیخواستیم انقلاب بکنیم، که انقلاب استراتژی نیستش، که این سوالی که خانم بیرجندی مطرح کرده، پسر آل رضایی از هر کسی تصورش اینه که انقلاب استراتژیه. انقلاب استراتژی نیست، انقلاب یک رویداده که رژیم مقاومت در مقابل انعطاف ناپذیری مردم، انعطاف پذیر باقی میمونه انقلاب میشه، ولی اگر انعطاف پذیر بشه اصلاح ساختاری میشه. پس رویداد رو اسمش میذاره استراتژی و بنابراین بد میفهمه و این سوال رو بر اساس درک بد میفهمه. درک درست این است که اصلاح آنجایی که ممکن هست، انقلاب غیر ممکنه، اونجایی که انقلاب میشه برای اینکه اصلاح دیگه غیر ممکن بوده. از رو خوشی بله خیلی ممنون. خواهش میکنم اگه موافق باشین اول دوستان حتما خیلی ممنون. هر وقت طولانی صحبت کردم لطفا بگین به من، بعضی وقت توی صحبت همینجور پشت سر هم یادم میره. بفرمایید. مشکلی نیست. جان شفا خوش اومدین، مایک برای شما بفرمایید. سلام دوستان، خسته نباشید. من سوال شما رو البته خیلی جناب رایی مفصل توضیح دادن و برای خود منم خیلی جذاب بود توضیحی که دادن و از شروع حرکت، ولی خیلی خلاصه تر من اینجوری میتونم بگم، وقتی یه کسی دیکتاتور هست دیگه اصلاح پذیر نیست، یعنی دیکتاتوری و اصلاح پذیری دو تا خط به هم نرسیدنی است. سادش هم همینه، شاه زمانی که میاد اعلام میکنه من فقط یک حزب از به نام رستاخیز، هر کیم نمیخواد این مملکت بره سو پاسشو بگیره بره، این نشانه دیکتاتوریه. پس اصلاحات خبری نیست. اصلاحات ایشون تقریبا به این صورت شروع شد که اومد آقای بسیار بعد از یک کوچولو سر صدایی که در آذر در تبریز شد و بعد در قوم شد و بعد در اصفهان شد، در قوم شد، 3 ماه پشت سر هم در سال 56 اومد نخست وزیر عوض کرد، آقای اویدا رو برداشت، آموزگار رو گذاشت، در ماه فکر میکنم مرداد اعلام کرد که من دیگه از این بعد میخوام حقوق بشر رو رعایت کنم، که من تازه اون موقع شنیدم که آقا میخواد یه حقوق بشر رعایت کنه. یعنی زمانی که جامعه در واقع خودشو داشت میگه آقا ما دیگه تو رو نمیخوایم، دیگه نمیخوایمت، اگر میخواست حقوق بشر رعایت کنه که اصلا باید از اول رعایت میکرد، چون جز اولین گروه هایی است که حقوق بشر، جز 51 نفری که حقوق بشر امضا کرد در سازمان ملل خود شاه بود سال 1327، آقای انتظام نماینده ایران بله، یعنی خود یعنی دولت ایران منظورم امضا کرد همون زمان بود و کنوانسیون ها رو سال 53 امضا کرد. خب وقتی که یه همچین اتفاقی افتاده دیگه تو لازم نیست بگی از امروز میخوام حقوق بشر رعایت کنم. در تمام طول این مدت ما تو تمام کتابای درسی دبستان، دبیرستان، دانشگاه یه 30 ماده رو نخوندیم. این اشکال بود و دیگه اصلاحات نمیتونست وجود داشته باشه. چرا؟ چون فکر میکرد که خودش مثل همین بند خدایی که الان هست، آقای رهبر که میگه هرچی میگه خودش از طرف خدا میگه، اونم میگفت من هم سایه خدام، فرق نمیکنه.
اون در واقع این قضیه رو در واقع به این سبک میشه دید. و بعد از اونم بازم اومد آقای شریف امامی رو آورد گذاشت که اصلا به همین بحث و مجلس به هم ریخت و داستانهای خودشو داره، آن مجلس رو به هم ریخت، شروع کرد به کار کردن، 18 شهریور رو درست کرد، ملت رو بس به تیر تو سرا جاله. خب شبانه ساعت 12 شب خودشون اعلام کردن حکومت نظامی، صبح مردم مثل همیشه روز جمعه اومدن خیابون بستشون به گوله. ببین اینا چیزاییه که در واقع تضادهایی که وجود داره. یا 13 آبان وقتی مردم تهران و بچه های مدارس شلوغ کردن، تهران دست مردم، حکومت نظامی بود تهران، تهران دست مردم قرار گرفت و اون آقای تیمسار دارم که اگر فرار کرد جشن گرفتن مردم. بعد شب اومد گفت من صدای انقلاب شما رو شنیدم، به قول ایشون آقای ازهاری رو آورد، یه سپه بود بعدش. بله. اصلا اینا هماهنگی با هم نداره. اگه صدا شنیدی همون موقع دعوت کن از آدمایی که در واقع ملی بودن، آدمایی که همین آقای بختیار رو برم داشتیم می آوردی، که حداقل اون موقع تو میگی صدا شنیدم یه کاری بکنن. انقدر نکردی که ازهاری هم به قول خودش سکته گرفت و در رفت. دیگه مونده بود حیرون، دیگه هر روز دنبال یه دونه از این بچه های ملی بود که دیگه کسی گوش نمی کرد. اینه که اصلاحات برای دیکتاتور شدنی نیست. یعنی این اصلا تو ذهنمون باشه. عذر و بهانه ها رو بیارن میارن میگن، اینا رو اصلا گوش نکنید. وقتی یک جامعه تسلیم یه نفر شد، اون هر کاری خواست میکنه، هر وقت هم دلش خواست اصلاحات میکنه، بعد میگه حالا از 10 روز دیگه اصلاحات نه، چون اسم بردن دیگه، انقلاب سفید، نمیدونم چی انواع این کارا رو هر از گاهی میکرد، ولی تهش چی نبود. یعنی نتیجه‌ای به من و شما، برای من عامی و توی عامی نبود در واقع. این یه مطلب. و یکی دیگه از اشکالاتی که خودش ایجاد کرده بود مسئله دین باوری مردم بود. مردم در زمان رضا شاه در واقع به نوعی داشتن از دین جدا میشدن. با اومدن کسروی چند نفر دیگه کتابای مخصوص نوشتن، یکیشون الان میگم اسمش زود یادم میاد متاسفانه، کتابای نوشتن دین رو بردن زیر سوال اصلا. بعد ایشون دفعتاً برداشت اصلا کتاب زبان عربی رو که زبان رسمی تو درسای ما، من از دبستان عربی خوندم، قرآن خوندم، تو شما هم که الان هستید دارین میخونید دیگه، یعنی اصلا نذاشت. در صورت همون بعد خود این آدم حدود همون زمان حدود 50,000 مسجد داشت تو ایران که به 1800 مسجد فقط حقوق میداد. علتی که آقای نصیری و هویدا رو فلپور کشتن برای اینکه لو ندن که آقا تو فرخ من بودی، خانم فرخ رو پارسا هم همینطور، بله شما حقوق بگیره، حقوق بگیره ما بودی، حالا چطوری اومدی میگی من انقلابی بودم؟ اینا نقاط ضعفی بوده که وجود داشته. مثل الان که الان بریم جلو یک سال دیگه بشینیم صحبت کنیم، حالا طرفدارای جمهوری اسلامی مثل طرفدارای پادشاهی شروع میکنن نقل و چاپ پخش کردن، حالا نه یه سال دو سال دیگه، 5 سال دیگه، چون زمان پهلوی که انقلاب شد و تموم شد، پهلوی شاه تا یه 10-15 سالی صداشون در اومده، بیشتر نظر میدن و صحبت میکنن و کارشناسان، یا خود حتی رضا پهلوی هم اینطور. اینا دیر شروع کردن. چرا؟ چون جایی نداشتن. الان هم جمهوری اسلامی هم که بره، هر سیستم دیگه که بخواد بیاد رو کار و بخواد مملکت رو بگردونه، طرفدارای اون موقع یا ذوب شده ها در اون موقع شروع کردن سری مطالب آقا ما خیلی عالی بودیم، خیلی خوب بودیم. همین صحبت الان هم دارن میگن دیگه. روزنامه کیهان گفته شما نگران نباشید، راحت بیان خیابون قدم بزنید، خیابونش خبری نیست، بیان بگردیم تو خیابون. اصلا من نمیدونم، یعنی نوع صحبت کردن ها جوری هستش که به آدم ها مثلا میخوان اطمینان بدن که اتفاق نیفتده. رفتارشون هم همینه. پهلوی هم همین بود، یعنی اونجا اون موقع هم هیچ اتفاقی نبود. زمانی که شاه فهمید که انقلاب شده، موقعی بود که تهران در تصرف جوانان بود. یعنی من همون موقع در تهران، حتی من خواستم برم خرمشهر، هواپیما نبود، مجبور شدم با قطار برم.
با ماشینی که میخواستیم بریم با 4 ساعت تأخیر رسیدیم. 4 بعد از ظهر ما 8 شب رسیدیم به ایستگاه راهن. قطار هم ایستاده بود تا ماها برسیم، چون هیچ کس نتونست به موقع برسه، تمام خیابونا بسته بود. یه همین 13 آبانی که میگن روز دانش آموز، همون و آقای سردارش هم فرار کرده بود، رفته بود از مملکت. بگذاری من خیلی صحبت کردم، ولی خواستم بگم که اصلا فکرتون رو آلوده این افکار نکنید که یک دیکتاتوری یه روزی قرار اصلاحات کنه. مثلا فراموش کنید اینا رو. این جزء مرضای روحی روانی این آدم هاست. یعنی فقط مرسی. ممنون از شما. دقیقا همین اتفاقی که امروز افتاد دیگه، بعد از این همه مدت امروز تازه آقای محسنی اجرایی گفتن اگه کسی سوال داره بیاد بپرسه. خیلی جالب بود. بعد این همه شما توجه داشتید، همینطوره توجه داشته باشین، این فکر بنا شده بر این که ما دیکتاتوری صالح داریم، فیلسوف عادل داریم، ما پادشاه به قول آقای شفایی چیز مورد توجه صاحب زمان داریم. خودش میگفت خواب نما میشد. پس بنابراین موقعی که بدانیم اصلا دیکتاتوری غیر قابل صالح شدنه، این سوال هم دیگه از بین میره. میگم دیگه شعار شما نگاه کنید تو این جنبش، یهو شعار رضا شاه روحت شد گم شد. روشن فکر ها اومدن دیگه، جا دانش ها اومدن فهمیدن، به مردم گفتن، تموم شد رفت کارش. میفرمایید. ممنون. آقای پورمن بفرمایید. درود خدمت همه دوستان. یه نکته میخواستم بگم، حالا چون که ما الان بحث گذشته رو نمیخوایم بکنیم، میخوایم الان بحث حال حاضر جامعهمون رو بکنیم، ولی در خصوص صحبتی که آقای رایی و آقای شفایی توی یه موضع داشتن، من میخواستم یه دید دیگه‌اش هم ببینیم با هم دیگه. چطور همون افرادی که به اصطلاح روشن فکر میشن که 5 تا زبان زنده رو بلد بوده اون موقع، نمیدونم دکترا میگرفت از دانشگاه آکسفورد، میرفته دانشگاه نمیدونم پنسیلوانیا درس میخونده، میومده آروغ روشن فکریشو تو صورتش ها میزدن. چه دیکتاتوری بوده که مردم همه شغل داشتن، خونه داشتن؟ پدر خود من همون موقع 4 تا شغل دولتی عوض کرده، از تو بانک اومد رفت توی شرکت نفت، شرکت نفت اومد بیرون رفت توی اداره دولتی. اینهایی که شما دارید میگید نشأت گرفته از تحریکات و تحرکات بیرون هم بوده. این نبوده که شما الان میگید، فقط به منظور این بوده که اون این کار انجام میداده. اگر از دید شما و تعریفی که شما از دیکتاتور دارید و اون دیکتاتوری بوده، به نظر من اون دیکتاتوری میتونسته ادامه بده، چون که داشته تامین میکرده نیازهای مردمو. من خانواده من توش ناراضی بودن، ولی سطح نارضایتشون مثل این نبوده که بخواد برسه به حد انفجار که دیگه هیچ سوپاپتینانی نتونه جلوشو بگیره. این اتفاقاتی که داره میفته شما نمیتونید قیاسش کنید وضعیت فعلی رو با اون موقع. بگید که مثلا آقای شفایی میگن اون موقع مردم اومدن نمیدونم مسائل دینی بود فلان بود، اصلا با الان غیر قابل قیاسه. یعنی الان ما داریم از سطح 2 تا چیز میگذاریم، دیکتاتوری و دیکتاتوری دینی. یعنی ما وقتی انقلاب میکنیم 200 سال از فرانسه و آلمان و چه میدونم اروپا و آمریکا میریم جلوتر، چون که ما داریم از سطح دین هم میگذاریم. یعنی اون سطح دینی که جلو ما قرار گرفته داریم از اونم رد میشیم. ما نمیگیم همه باید آتیست باشن یا همه مسلمان باشن، هر کسی میتونه باشه، ولی اون جدایی حقیقی دین از سیاست رو الان دارن دم میزنن ازش. و این چیزی که الان توی وضعیت فعلیمون، حالا اون سابقه که داشتین و میگفتین نه اون به کنار، الان وضعیت جامعه فعلی ما اینه که بسیار یه جوون 16 ساله 18 ساله 14 ساله خب مصاحبهش دارید میبینید، مال 2 سال پیش دختر خانم خیلی کوچولو فکر میکنم 12-13 ساله یه میکروفون گرفتن دست 6 نفر آدم وایساده بودن داشتن سوال پیچش میکردن نتونستن جوابشو بدن. چرا؟ نشون میده که این روشن شده، برخلاف اون تصوراتی که همه میگن مطالعه نیست نمیدونم فلان نیست. اتفاقا به نظر من این فقط یه نوع کلیشه گفتاریه که مطالعه نمی کنن، آگاهی ندارن. نه، آگاهی به حدی رسیده که میان بیرون و به قول آقای رایی الان میگن که بله
میگه رضا شاه رو بچه‌ها و خاموش میشه. آگاهی به این حد رسیده که اصلاح میکنه خودشو و این رمز موفقیت. من در خدمتتون هستم. اگه موافق باشید اول خانم ویرندی رو هم بشنویم بعد آره بفرمایید. مرسی، ممنون. من خیلی کوتاه میگم، فقط در صحبت شما رو کاملا قبول دارم و اینم که عرض کردم نمیخواستم واقعا بحث رو عوض بکنم، فقط یه سوال بود و حالا چون در رابطه با انقلاب و اعتراض و حالا همه اینا بود خواستم اینو مطرح کنم. ولی حالا در هر صورت درست تمام صحبتایی که شما میگید حقیقت داره، ولی من هم با درصدی با صحبت آقای پورمن موافقم، درست بود. ولی باز اگر بخوام مقایسه کنم، که حتما میدونم شما موافق این قضیه هستین، با الان هم قابل مقایسه نبود، ولی چیزایی که شما مطرح میکنین حتما بود. در مقایسه با الان من فکر میکنم الان خیلی بدتره. و نکته آخر که میخواستم فقط بگم این بود که راجع به حق اعتراض صحبت کردیم و خب دیدیم که الان بعد از 20 روز یک رهبر یک کشوری که حالا هر چیزی اسمشو میذارن هست، بعد از چند روز اومد، یعنی زمان طولانی مدت اومد یه سخنرانی کرد و اصلا حتی اعتراض مردم رو به رسمیت هم نشناخت. این خیلی بد بود. یعنی باز اگر الان مثلا میگم نمیخواستم بحث رو به اونجا ببرم و حتی اگه مثلا رضا شاه برگشت گفتش که محمد رضا شاه گفت من صدای انقلاب شما رو شنیدم، ولی حتی این رهبر جمهوری اسلامی حتی نگفت من صدای اعتراضاتم شما رو شنیدم، یا اینکه اصلا هیچی حساب نکردین اعتراضاتو. حالا بماند که هنرمندای ما رو که اصلا ارزشی بهشون نداد و گفت اصلا حساب نکنید اینا رو، و حالا الان اومدن باز برای بعد این مدت مثلا همین صحبت که خانم دژم کردن، آقای اژه‌ای اومده گفته که بیاین صحبت کنیم. واقعا برای من سواله، اون که رهبر اینجوری گفت و این اومده میگه با کی میخواد صحبت بکنه؟ با تمام کسایی که فعالای سیاسی و مدنی و کنشگرای ما که توی زندانن الان، این جماعتی که تو خیابونن که رهبر و لیدری ندارن که بخوان باهاشون صحبت کنن، از کشورهای خارجی هم که لیدری کسی ساپورتشون نمیکنه، خب پس اینا با کی میخوان واقعا صحبت بکنن؟ و یه چیز دیگه میخواستم بگم که فراموش کردم، دفعه بعد میگم. مرسی، ممنون از شما. جناب شفایی اول شما رو بشنوید. آقای رای اگه میخواین توضیح بدید من گوش میکنم. نه من به اندازه کافی حرف زدم، در صحبت شما صحبت میکنم، بفرمایید. من یه کوچولو میخوام بگم. ببینید اصلا دلیل انقلاب و دلیل تعریف دیکتاتور به چه مفهومه؟ یه دیکتاتوری که میاد پدر مردم رو در میاره، زور به مردم میگه، غذا بهشون میده، مثل یک محلی نارشان بهتون میدن، هر روزم شلاقتون میزنن، میگن حرف نزنین، جیگ نزنین، برید بیاید. این در واقع اون چیزی نیست که ما ذهنمون نیاز داره. ما انسان هستیم. بحث امروز ما بحث حقوق ذاتی و حقوق شهروندی است. این حقوقی که نه نسل ما دانست نه نسل شما میداند، یعنی هیچ کدوم اجازه ندادن این دو ارباب یا دو بزرگ یا دو دیکتاتور، هر اسمی دلتون میخواد بذارید، هیچ کدوم به من و به شما اجازه ندادن. در زمان پهلوی همین الان که شما اگر به آقای خامنه‌ای توهین کنی باید بری زندان شلاق بخوری، در زمان پهلوی هم اگر شما کلمه علیه شاه، زنش، فرزندش، حتی خاندانش حرف میزدی باید میرفتی زندان. این تو من اتفاقا یه ما دو ما پیش توی چیز خوندم، مطرح کردم براتون، عنوان کردم در رابطه با مطبوعات. یعنی یه روزنامه، مثلا روزنامه اگر یه جمله بنویسه، یه کلمه علیه پهلوی بنویسه، 3 سال باید بره زندان، 1 سال هم نشریهش بسته است. خب ببینید الان هم همینه، یعنی این الان هم همینه. من نمیخوام بگم این برتر از اونه یا اون برتر، هر دو یه اصطلاح داریم، حالا هر دو یکی هست، هیچ فرقی با هم نمی کنن. جفتشون تنها چیزی که میخوان خودشونو میخوان و اعوان انصارشون، و تنها چیزی رو که نمیخوان جامعه رو نمیخوان.
حق فکر کردن رو از جامعه میگیرن، حق اندیشیدن رو میگیرن، اصلا اجازه نمیده جامعه آشنا بشه با خودش. و این یکی از دردهای بزرگی که وجود داره و نبودن استقلال. ما جامعهمون اون موقع هم استقلال نداشت. شما میگی کار بود، بله منم پیمانکار شرکت نفت بودم، در اهواز میخواستم برم چکمو بگیرم، آقایی به اسم لینک اگر چک من امضا نمیکرد پول من نمیدادن. لینک آمریکایی، رئیس شرکت من کار کردم براش، جاده براش درست کردم، کلی کار کردم، چک منو آخرین امضا آقای لینک بود. یعنی من امروز که یه بار میرادم پولم میگرفتم میگفتن برو پس فردا بیا آقای لینک نیستش بعد امضا. یعنی فقط اون تک امضا بود. ببینید اینا حالا من یه گوشش رو میگم، شما مثالهای خودتون میزنید عیبی نداره. خانواده ها، بله مادر منم به هم گاه، من مثلا یادمه دیگه، مادرم با 5000 تومن میومد 15 روز اروپا برمیگشت. این دلیل بر خوبی جامعه نیست. دلیل خوبی جامعه اینه که من آزاد باشم، بتونم حرفم رو بزنم، شعرم رو بخونم، نقاشیم رو بکشم، تئاترم رو بازی کنم، موزیکم رو اجرا بکنم، شادی بکنم برای خودم. اون چیزی که در ذهنم رو کاغذ بیارم، اون که در ذهنم عنوان بکنم. ماها چون تجربه عدم سانسوری نداریم نمیدونیم چه خبره. شما زمان دکتر مصدق حدود 1.5 سال یه نفس روزنامه ها توهین کردن، فحاشی حتی کن علیه مصدق، یک روزنامه بسته نشد. این یه تجربه است. یعنی ما باید اینجوری باشیم. مگر الان شما فیلم ها رو ندیدی؟ یک فیلم درست کرده آقای بوش تو بغل نمیدونم آقای نمکیک تو رخت خواب آواز خوندن، نه کسی رو گرفتن نه کسی رو بردن. این هم علیه ترامپ گفتن، یارو اومده ادای ترامپ رو در برده، ادای بقیه شون هم در میارن. این آزادی رها بودن ذهن میرسونه. چرا؟ چون اینا اندیشه دیکتاتوری ندارن. این اندیشه دیکتاتوری وقتی وجود داره، هر چقدر نهار شام خوب به ما بدن، ماشینمون آخرین مدل، همه چی هم در جگ باشه، اون رها بودنمون رو نداریم. یعنی به عنوان یک انسان آزاده دیگه نخواهیم. بیایم از این نظر، اون موقع هم ساواک بود، میگرفتن پدر در میاره شکنجه میکردن. من یه جمله هم گاهگداری میام مصرف میکنم، میگم به یه کسی که از یه دیوار خونه میره بالا میگن دزد، یه کسی از یه شهر دیوارای تمام شهر میره بالا میگن دزد. یه صفت داره. یه کسی که آدم میکشه میگن قاتل، 10 تا هم بکشن میگن قاتل. یعنی این یک صفت وجود داره. یعنی اگر یه کسی 10 نفر رو بکشه با یک کسی که 1 نفر رو بکشه، هر دوشون قاتل هم. نمیشه بگی این نه قاتله، اون قاتله اینه مثلا. او قاتله دیگه. پس این صفت ها سر جا. زمان پهلوی دیکتاتوری از کنم اختناق، تمام اینا وجود داشت. یکی از دلایلش اصلا من میخوام خیلی ساده بگم، آقای روح الله خمینی کتابی داره راجع به همین داستان جمهوری اسلامی و ولایت فقیه. ما نخوندیم. خود من کسی بودم که در واقع میشنیدم، صحبت میکردم، فکر میکردم که خمینی شخصیت بزرگ جهانیه. آقا مرد اسم کتابشون دادی ما میخوندیم دیگه، چرا نذاشتی؟ من کتاب مادر ماکسیم گورکی رو در زمان دانشجویی بچه ها آوردن گوشن زیر کمد ورزشی من، توی روزنامه بسته‌بندی کردن، من رفتم شب تو خونه با ترس و وحشت خوندم. بعدی یه کتاب معمولیه، چون مال ماکسیم گورکی بوده، شاه اجازه نداد پخش بشه، چاپ بشه، پخش بشه. همون کاری که اینا میکنن. یعنی این بستن مغز هاست. و وجود دیکتاتور نمیتونه به من و شما آزادی و رهایی بده. الان جامعه داره رها میشه، جامعه خودشو شناخته، جووناشون خودشونو شناختن دیگه، چون چیزی برای باختن ندارن دارن میان بیرون و روشن هم شدن که اینا درست شدنی نیستند. همون موقع ما فهمیدیم که پهلوی درست شده نیست. بعض وقتا مثلا خیلی من حرف زدم، مثلا زمانی بود پهلوی 2 نفر اومدن ترورش کنه آقای پهلوی رو، 21 فروردین فکر کنم 45
5 46 یه سرباز بابایان بود که دفاع کرد و بعد رفتن دو نفر گرفتن شاه بخشید، ولی بخشید آورد کرد همه کاره مملکتش، اسمو یادم میره متاسفانه، حالا آیرایی اگر حضور ذهن داشته باشه اسامه، ولی باباییان رو یادمه که روی طرفای چیز دوتا سرباز بودن، اینا درجه دادن و شدن خاندان شهید و از این حرفا. 21 فروردین هر سال هم 21 فروردین مردم جمع میکردن تو میدونا که بیاین دعا کنیم مثلا شاه زنده بوده، یا یه انقلاب سفید شاه مردم 6 بهمن هر سال از 7 صبح تمام دهات و شهرها عکس شاه و فرح و ولیعهد رو می‌ذاشتن، مردم برای جلوش رژه می‌رفتن تا شب، دوربین تلویزیون هم فقط رو اینا بود، یعنی شما هیچی تو تلویزیون نمیدی غیر این رژه. 6 بهمن 56 هم اینو دیدیم، اما 6 بهمن 57 دیگه شاهی تو مملکت نبود که رژه بره. ببینید اینا فرق قضیه است، یعنی اون خواسته های یک دیکتاتوره که اثبات میکنه. جمهوری اسلامی هم همینه، اینا هم رهبر میخواد بگه علم ای سلام رهبر نخوندن یه ما پیش دو ما پیش زمان همه اتفاقی که برای متروپول آبادان افتاده بود، الان سلام فرمانده شده مسخره. ایناست دیگه، اینا اون چیزهاییه که دیکتاتور نمیتونه سالم فکر کنه، اینو ذهنمون باشه. اصلا مهم نیست که نهار داریم شام داریم، اینا اصلا مهم نیست، مهم اینه که آزاد باشیم، رها باشیم. همین الان شما دارید فعالیت میکنید برای حقوق بشر، باید حقوق ذاتی تو، حقوق شهروندی تو آشنا بشی، تا زمانی که ندونی این حقوق داری اصلا دنبالش نیستی. چرا این اون دوتا یاد ماها ندن؟ چرا باید من 3 ماه طول بکشه این سیماده اعلام جان حقوق بشر از مرداد 57 دنبالش باشم تا آبان یاد پیدا کنم که این سیماده است؟ چرا؟ مه کاری داره یه برگه کاغذ بردارم بنویسن؟ الان داریم 30 ماده رو دیگه، 30 تا خط، حالا 60 خط حد اکثر دیگه. چیزی نیست، اما اون صلاحش نبود، همینطور که اینا صلاحشون نیست. مرسی. ولی مبنای زندگی سالم فقط نهار و شام، حق و کار نیست، آزادی اندیشه، استقلال، استقلال کشوری، هم استقلال فردی هم استقلال کشوری. ما ها باید بتونیم اینجوری فکر کنیم، یعنی اگه فردا روزی یکی دیگه اومد سرمون کلاه گذاشت پدرمون در آورد بیاد بگه خب بیاید من مایی اینا 100 تا میدن 50 تا میدن، بگه من 2 میلیون میدم، به چه درد میخوره؟ ما وقتی نتونیم تو خیابون سالم را بریم، وقتی نتونیم فرهنگ انشامون رو بنویسیم، نتونیم یه دوتا خط بنویسیم، دوتا نقاشی بکنیم، بعد بریم یا زندان یا بعد فرار کنیم، مملکت نیستش که. یا بیاد یکی بیسه بالا سر بگه از امروز ما 9 شب آقا ما یک حزب داریم به نام رستاخیز، هر کس هم نمیخواد فردا صبح پاسش آماده است بگیر از این مملکت بره. یعنی چی؟ یعنی چرا من باید برم؟ من تو مملکت زاده شدم، بنیادم اونجاست، زندگیم اونجاست، خاندانم اونجاست، چرا باید برم؟ همین حرف همین یه خانومی هست تلویزیون اومد برگشت گفت اینجا ما اینجوریم، هر کی نمیخواد بتونه باشه بره. خود چه فرقی همو اندیشه است، اون ذهن فرسوده است، اون ذهنی که حق مردم رو احترام نمیذاره چون به حقوق ذاتی و حقوق شهروندی اصلا آشنایی نداره. ببخشید خیلی حرف زدم، من معذرت میخوام. جناب رایی میشنویم از شما، بفرمایید. خیلی ممنون، مرسی، خیلی ممنون از توضیحات کامل شما جناب شفایی. من از جنبه های دیگه مسئله رو نگاه میکنم. آقای پورمندی اگر من درست فهمیدم الان مطرح میکنم، تایید کنین، ادامه میدم، نه دوباره توضیح بدین. نظر شما این استش که اون زمان روشنفکرهای تحصیل کرده و خارج کشور رفته و اینا چجوری اشتباه کردن و چرا متوجه نشدن که خمینی همچین آدمیه، این رژیم همچین آدمیه؟ درست فهمیدم دیگه منظور شما این بودش؟ اگر درست فهمیدم ادامه میدم، اگر نه بفرمایید. خواهش می‌کنم. بله بله دقیقاً درست بگید. درست، خیلی ممنون. پس این بود. و اینکه شما میگید جوانای ما الان آگاهی دارن، ببینید این چیزی که میگن جوان آگاهی دارن، سال 88 همین حرفو زدن و دخالت نکنید، جوانا فهمیدن، میفهمن، نسل قبلی نمیفهمن و شد اون بلایی که سر ما اومد که جنبش فرجی نرسید. پس توجه داشته باشیم به یک نکته.
منطق مقایسه، منطق قیاس مقایسه‌ای، در واقع منطق قیاس برای گول خوردن بنا شده، نه برای فهمیدن. زمان ارسطو هم که این منطق قیاس رو گسترش داد متوجه بودم برای گول زدنه، نه برای فهمیدن. موقعی که دو چیز رو مقایسه میکنین، حالا اولا که برای گول خوردنه، ثانیاً موقعی که از این منطق قیاس استفاده میکنین لازم توجه کنیم به مقایسه چیزهای قابل مقایسه. یعنی شما این رژیم رو در این وضعیت، اگر رژیم شاه میمان در این وضعیت باید مقایسه بکنید، نه با اون موقع. چرا؟ به این دلیل که هر پدیده دینامیک داره. اون رژیم هم اقتصادش مصرفی بود، اون رژیم هم دچار فساد بود، در اون رژیم هم اقتصاد هزار فامیل وجود داشت، انواع اقسام تبعیضا وجود داشت. به قول آقای شفایی میگفت نمیخواید پاسپورت رو بگیرید برید، یعنی که مملکت رو که مال مردمه به خودش متعلق میدانست که صاحب زمان این موقعیت رو بهش داده و مردم هم به موافق نیستن برن، اینجوری میدید. پس اون دینامیک اگر به اینجا میرسید معلوم نیست که بهتر از این بود، شاید بهتر از اینم بود، چرا که اون اقتصاد فاسد بود. به شما الان گفتم دیگه، دو جناح بودن به حسادت هم دیگه، جناح انصاری که اقتصاددان بود تو اون رژیم، نمیخواد جناح انصاری هویدا پیشرفت بکنه و بنابراین راهلا رو نمی آمدن که سهیم بشن اقتصاد. آقای چیز داره میگه، آقای علی خانی بهترین اقتصاددان اون رژیمه، میگه که من اومدم، موقعی که اومدم وزیر اقتصاد شدم دیدم دستگاه‌ها و اینا اصلا نه برنامه‌ای نه تنظیمی نه هیچ، همه چی هرج و مرجه. آمد تنظیم کرد، حسادت کرد، همین آقای علی خانی رو مجبور شدن گذاشتن کنار. پس تو رژیمی که بر دینامیک تخریب بنا شده، بر استبداد بنا شده، استبداد صالح از توش در نمیاد که شاه باشه. یعنی میماند، معلوم نیستش که الان وضعی از این بهتر بود. شما یک زمانی که اون اقتصاد، شما میگی در اونجا کار بود، نه برای همه کار نبود، زد به همین علت اون انقلاب نمیدونم اصلاحات ارضی که کرد دهات ها رو، چون امکانات بهشون نداد، دهقان ها آمدن تو حاشیه شهرها، حلبی آباد ها درست شد و بنابراین کارم نداشتن و جون عملگی بکنن. پس این گونه هم بعد اگر اون اقتصاد چیز سر مردم، اون اقتصاد هلندی که از سال 53 شروع شد و رسید به اون تورم وحشتناک که هنوز هم این تورم هایی که هست یک سال یا دو سال نزدیک به اون تورم سال 56 تا 57 مردم دارن زندگی میکنن دیگه. شما میگید خب حقوق داره، مثلا فکر کنید اون وای کارمند راهن، الان من به دوستان من میگه کارمند راهن بودی که تازه بالاترین حقوق تو راهن داشته 3000 تومان میگرفته، از امسال که 3000 تومان سال 56 میگرفته، سال به 57 3000 تومانش کمتر از نصف اون ارزش داشت، بلکه تورم بالای 50% بود تو یه سال. پس همین چیزا رو که الان شما میبینید اون موقع هم اتفاق افتاد، متحال به این شدت نبود. چرا؟ عامل دوم این استش که شما هرگاه بخواید استبداد رو با زور بردارین، زوری بیشتر لازم دارین و بنابراین تخریب بیشتر دارین. این رژیم موقعی که اولین رئیس جمهورش آقای بنی صدر گفت این دستگاه ها رو باید از درون دموکراتیزه بکنیم، نه اینکه جایگزین پیدا کنیم در مقابل ارتش سپاه، نمیدونم در مقابل وزارت کشاورزی، جهاد سازندگی و این برنامه، شما بعد مجبور خواهید شد که با زور بیشتر این رو اداره بکنید و نمیتونه، خراب میشه. به همین طور هم شد، گوش نکردن که، به همین طور هم شد. حالا هم ما انقلاب بکنیم، باز بخوایم نمیدونم این رو نابود کنیم، اون رو نابود کنیم، یا برای اینکه کنترل بکنیم اون یکی رو، یک دستگاه جدید ایجاد کنیم، زور بیشتر لازم داریم و موقع زور بیشتر رفتیم دینامیک تخریب. پس یا سیاست رو دموکراتیزه کردن بنیادها میدانیم، تدبیر امور میدانیم، فرصت یابی ها میدانیم و مردم رو به بدنه جامعه کاری نداریم، جامعه بدنه میتونه اشتباه کنه، ما که نمیخوایم با مقدسا کار کنیم، که با مقدسا تازه اونایی که میگن مقدسن که اینجوری در اومدن، تو زرد در اومدن، که پس مردمن که تحول میکنن و به تدریج این دموکراسی ایجاد میشه. مثال میزنم، چرا به تدریج میگم؟ موقعی که اومدی پرواز که انسان تصور نمیکرد که پرنده ها رو میدید، بعد که میخواست پرواز بکنه میامد بال درست میکرد که پرواز بکنه و بعد به تدریج پر رو دید که این تو هوا میمانه، به تدریج بعد اومد چه کار کرد؟ عقاب رو بست به پایه های تختی که اینا بپرن و بالاخره رسید به این که داوینچی پیدا شد که چکار کنه این تصاویر رو، تصویر و هلیکوپتر رو بسازه و امثال اینا. حالا بماند که از
سانسکریت گرفته، ولی کتاب 5000 سال پیش گرفته. اون موقع یعنی این تصورات رو هم به تدریج حالا چی بوده ایجاد شده بوده. میخوام به شما بگم انسان به تدریج پیشرفت میکنه. انسان تا پیشرفت رو معجزه حساب نکنید. پیشرفت کاره، تحول همراهی دینامیک خوب لازم داره، اقتصاد تولیدی لازم داره نه اقتصاد مصرفی. شاه که میگید در اون موقع کار بود، دستگاه اداریش رو موقعی که ما انقلاب کردیم 3 برابر کاستیم ازش. اون موقع آقایی بود به اسم الان وزیر اقتصاد بود که بعدم با آقای بنی صدرم کار کرد زمان دولت موقت، الان یادم میاد بهشون میگم، دستگاه اداری رو 3 برابر کاستیم ازش. یعنی شما موقعی که حجم دستگاه اداری رو زیاد میکنید، بودجه دولتی رو زیاد میکنید، داری خرج میکنید دیگه، داری خرج رو دست دولت میذاری. مثل همین رژیمی، این همه خرج میکنه به جایی نمیرسه، برای خرجش زیاده، خودش برای خودش خرجای حالا فساد و همین اینا رو سر جای خودش. پس در اون رژیم ما آمدیم یه رژیمی رو آوردیم سر کار که اقتصادش اقتصاد مصرف محوره، واحد پولیش طوری ساخته شده که ارزها از مملکت به طرف کشورهای سلطه بره. یعنی این واحد پول خودمون رو کم گرفتیم در مقابل اونها و بنابراین میره پول راحت میره به طرف اونها. شما نگاه کنید هر چه امریکا فریاد میزنه به چین که بابا ارزش پولت بیار بالا، نمیاره نگه داشته. به این علت که میدونه که تو این بازی ارزها هستش که فقیر میشیم یا ثروتمند میشیم علاوه بر بازی اقتصادی. پس لازمه توجه به این بکنیم که اقتصاد دو نوع داریم، یا اقتصاد مسلط داریم یا اقتصاد زیر سلطه. اقتصادش اقتصاد زیر سلطه بود در جهت فرار مرزها، در جهت فرار سرمایه ها، در جهت فرار نیروهای محرکه، نیروهای محرکه از جمله خود انسان. این اقتصاد نمیتوانست بمانه و عوض بشه مگر اینکه شما بگید به شاه فرصت ندادید، میخواست اون اقتصادشو درست کنه. کجا میخواست درست کنه؟ به عنوان مثال میگن که مثلا کارخونه چیزش در اون مونتاژش میتونه تبدیل به کارخانه تولید بشه. بکش به پادشاهی که کارخانه زوباهن نمیدادن، مجبور شد از اروپای شرقی بره یه چیز قرازه رو بگیره، اونم نه به کنار آب، به هر چیز بذاره. از این میخواد که شما مثلا پیشرفت کنه. هیچ پیشرفتی محال بشه در یک مملکتی، در این سیستم اقتصادی، بدون ساخت دستگاه اداری. ساخت دستگاه اداری مفتضح اون رژیم، بروکراسی خراب اون رژیم، به اعتراف خودشون بنابراین نمیتونست پیشرفت اقتصادی ایجاد کنه. پس بنابراین به یک عامل قاعده مهم دیگه توجه کنید. پیشرفت رو همگون از نظر اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی میکنن. نمیشه مثل اصلاح طلبات مثل زمان چیز بگین حالا زمان رفسنجانی ما پیشرفت اقتصادی میکنیم، فعلا پیشرفت سیاسی نمیکنیم، بعد میاد خودش میشه. نمیشدنی نیست. نه زمان شاه شدنی شد، نه زمان اینها شد. این که من نمیدونم من میسازم مملکت رو، حالا دیگه از این وقت پول نفت رو نفله نمی کنم و نمیدونم این چش سبز ها در این مملکت توطئه میکنن، من این بازی ها شد که بنابراین خودشون خودمون خارجی ها هم همچین میری دیگه نداشتن، همچین نوکری رو نگه دارن. حالا خودش چی میگه در کتاب ماموریت برای وطنش اگه درست یادم باشه، خودش قبول میکنه که نوکر خارجی بوده، پدرش نوکر خارجی بوده، خود رضا شاه قبول کرده بود که نوکر خارجی، میگفتش که اینا منو آوردن سرگاه، برای نمیدونستن چی رو آوردن. مصدق بهش برگشت گفت، مدرس ببخشید، مدرس برگشت به رضا شاه گفت حالا تو رو آوردن، حالا تو بیا فرمانهای رو اجرا نکن، بیا اینجا درست عمل بکن. جوابی که مصدق داد بسیار آموزنده است. رضا شاه به مدرس جواب داد، این چیزی که تو میگی من اگه اجرا کنم همین امشب نوکر دو تاقه من خواهد کشت. پس چیز میدونه، نوکر میدونه که باید مطیع ارباب باشه. پس بنابراین این تصورات، بنابراین همیشه یک عامل مهم دیگه توجه کنیم. یک زمانی هستش ما دنبال پیشرفتیم، یکی هستش که به جای پیشرفت فانتزم رو دنبالش میفتیم. فانتزم ساخته های ذهنی هست بر اساس آرزوها و مقایسه های همینطوری که گفتم منطق سوری و منطقه قیاس. حالا منطقه سوری رو نگفت بودم، الان دارم میگم. منطقه سوری این است که شما یک شکلی رو درست میکنید، محتواش باش تطبیق نداره، ولی اون شکل رو نشان میدید، میخواد محتوا رو قابل تطبیق بدونید، در صورتی که شکل و محتوا با هم هن. از نظر طبیعی با هم هن. نمیشه اینا رو جدا کرد. یا اینکه بگید محتوای خوبی رو نشون بدید، شکل خرابی رو بخواید توجیه کنید.
دست برابر این اینا هم فانتاست میشه با این فکر کرده. اینه که میگم هم جوان هم ما لازمه که موقعی داریم فکر میکنیم تمام آفتهای فکری رو هم بدونیم، آفتهای منطقی رو هم بدونیم، از جمله این منطقه سوری و منطقه سوری. حالا من زیاد صحبت کردیم در مقایسه رژیم، اگر هر وقت اگه صحبتی دارین دوستان بفرمایید، نبریم رو قسمت حقوق شهروندی. بفرمایید خانم. دوستان اگر در این مورد صحبتی هست بفرمایید، وگرنه برگردیم به موضوع فراخانمون که در مورد حقوق اقتصادی و شهروندی بود. بفرمایید. ممنون از شما. من بازم عذرخواهی میکنم اگه بحث رو یکمی خارج بردم از جلسه. میخواستم خواهش کنم آقای رایه گرامی لطفاً در مورد حقوق کودکان هم صحبت کنیم، چون الان اخباری که داریم میشنویم کودکانی هستن که در واقع کشته میشن کاملا بیگناه، حالا چه در مدارس حتی بازداشت ما دیدیم که شدن و نیروی انتظامی به مدارس رفتن و دستگیر کردن بچه ها رو و همچون به حال بچه هایی که زیر سن قانونی بودن. اگه امکان داره راجع به این مسئله حقوق کودک هم صحبت کنیم ممنون میشم. مرسی. من اضافه کنم بعد صحبت خانم بیرجندی که من همین الان دیدم که مسئول اگه اشتباه نکنم فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی گفته سن همه بازداشتی ها بین 17 تا 21 ساله در حال حاضر به این مدت در واقع. بفرمایید. آقای شفایی دستشون بالا بود. بله مایکتون بله. بفرمایید. من یه خاطره به ذهنم رسید در رابطه با ذوب‌آهن اصفهان. خب از سال 1342-43 قرار بود ایران ذوب‌آهن بزنه به خاطر کوههای چادرملو که سنگ آهن پیدا کردن در به صدا کبیر، قرار شد که در یه محدوده‌ای بیان ذوب‌آهن بزنن. هیچ کشوری به ایران ذوب‌آهن واقعا نمیداد، برای اینکه یه کار پایه‌ایه. روسیه یا به قول ایشون آلمان شرقی موافقت کرد که به این کار رو انجام بده، اما شرایطش خیلی بامزه است. چون من کارم راه‌سازی بود، تمام یعنی وادار کرد ایران میلیاردها لوازم و ماشینالات روس رو بخره، شامل کارخونه آسفالت‌های 15-20 تنی، گردر، لودر، عرض کنم که قلتک، که همه اینا فقط آهنگ و رازه بود. یعنی الان هم هنوز اگه تو شهرداری های اطراف برید اینا به صورت آهنگ و رازه اونجا هستن، یعنی فقط هیکل. مثلا گردر اونا که آورده بودن یه هیکلی داشت مثل گردر اصطلاح خود ما گردر 14، ولی راندومان به 10 هم نبود، یعنی هیچی. چرا؟ از نظر سیستم پایین. اما شاه پذیرفت اجباراً تمام اینا رو گرفت که بیاد یک ذوب‌آهن درست بکنه که از سال مثلا چه می‌دونم 48-49 بتونه مثلا دیگه ذوب‌آهن داشته باشه، ولی نتیجهش هم الان داریم می‌بینیم که اصلا خود ذوب‌آهن یک معضلی شده الان برای خود شرایط آبی مملکت منطقه. در واقع من می‌خوام بگم که این قراردادهای وابستگی وجود داشته، یعنی شرایطی نبوده، در صورتی که هم موقع هم میشد به آدم ها اعتماد کرد، فرستاد رفت یه سال دو سال دوره تخصصی دید بیان و این کارخونه رو ایجاد کرد، کما اینکه اینا شدنی هست و جزء کارهای غیر عادی نبود. ولی من اسم ذوب‌آهن میاد همیشه افسوس میخورم، برای اینکه من تو جاده ها که هر وقت کار کردم رفتم، فقط تو انبارهای شهرداری کلی از این ماشین‌آلات به صورت آهنگیچی در واقع اونجا ایستاده است و هنوزم باید باشه. مرسی. من فقط به عنوان یه موضوع تو ذهنم بود گفتم بگم. خب در واقع رایی بفرمایید در ادامه بحث فکر کنم 12 مورد حقوق قبل صحبت کنیم. بله خیلی ممنون. ببینید من روی حقوق خانم بیژندی خواستن که روی حقوق صحبت کنم کرد. قبل از اینکه این مسئله رو باز کنم، این توجه رو بدم که کودک یک انسان کامل در حال شدن هستش. این تصور که بچه در بچگی انسان نیست بعد با تربیت کامل میشه فکر غلطی است. اینو هابس، کسانی مثل هابس، فیلسوف اروپایی هابس این رو مطرح کردن، غلط بوده. الان روانشناسایی هستن که با اون نظر مخالفت میکنن.
از جمله اینکه انسان با حقوق به دنیا میاد، طبیعیشه و بنابراین نمیتونه ناقص به دنیا بیاد بعد کامل بشه. کودک رو توجه داشته باشیم که همون حقوقی رو که بزرگا دارن همش رو کودک هم داره، اون حقوق ذاتی رو میگم. بعد میرسیم به حقوق موضوعی. حقوق موضوعی رو تطبیق پیدا میکنه در هر کدوم از موارد به یکی از نقش‌های اجتماعی که انسان داره و در اونجا هستش که در واقع در مورد پیشرفت کودک لازمه توجه بکنیم و دخالتی که در زندگی میکنه جاهاشو مشخص کنیم. اونجاهایی که توان درک نداره، هنوز به اندازه کافی نمیتوانه وارد بشه، براش فرصت تعیین کنیم و بنابراین ممکنه این سوال رو هم برای من حداقل مطرحه که آوردن بعضی از بچه ها در خیابان ها نه تنها رژیم اونا رو میکشه مقصره، پدر مادرهایی هم که اونا رو تو خیابون میارن مقصرن، اجازه ندارن توی شرایطی که خطرناک است بچه بیارن تو خیابون. حالا من نمیگم 17 سال بچه است، نه، ولی موقع بچه کوچک 10 سال کوچک میشه این چیزه. تو ذهن من بچه تا 12 سالگی، 12 تا 18 سالگی نوجوانه. نوجوان از حالا تو کشورهای اروپایی در زمینه‌های مثلا از 13 سالگی مثلا میتونه این رو مجرم میشه شناخت در جایی، یا از 15 سالگی مثلا در زمینه رابطه جنسی میتونه این صاحب تشخیص کنه، یا بعضی ها 16 سالگی میگن، یا اینکه میتوانیم در زمینه‌هایی به اونها همون حقوقشون رو به طور حقوق موضوعشون رو، نه حقوق ذاتیشون، حقوق موضوعشون رو در واقع به طور دقیق بنویسیم که کجاها میتونن وارد جامعه بشن، چگونه بشن و کجاها نشن. اما این هست که حقوق ذاتی و حقوق انسان به طور کامل بهشون تعلق میگیره. از جمله این چهار حقی که خواندم، یکیش حق برابری از استعداد است. نمیشه از کودک رو محروم کرد از امکانات به این علت که اینجا ثروتمند است امکانات بیشتر است، اونجا فقیر است امکانات کمتر است، اونجا اگه مدرسه بهتر است بدون پول است، اینجا نه. این مثل که دانمارک باید بشه، همه جا هر جایی که میخواید شما مملکت مدرسه بزنید بچه باید بتونه تو اونجا خوب پیشرفت بکنه. این که نمیدونم اینجا معلمای خوب میرن منطقه های بالاتر منطقه، این رو باید جبرانش کرد. و در واقع یکی از حقوق ما این هستش که آنچه را که یک ضعیف خود تشخیص نمیدهد یا نمیتواند بگیرد لازمش براش امکان فراهم کنه که از افتادگی در بیاد. پس این تصور غلط که ما دیسکریمیناسیون پوزیتیو داریم، تبعیض مثبت داریم، غلطه. برای اینکه خود حقوق عقب افتادگی لازمه جبران بشه، احتیاج به تبعیض مثبت دیدنش نیست. پس حالا ببینید، شهروند کسی است که از همه حقوق برخورداره. شهروند از اونجایی که همه از همه حقوق برخورداره، لازم است برای حقوق موضوعه در همه امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی نوشته بشه و قضایی نوشته بشه. شهروند یکی از تعریف‌های دیگه‌اش اینه که در یه جایی داره کار میکنه، رابطه‌ای که در اونجا حالا سلسله مراتبی هست یا نیست رعایت میشه، اما به معنی که از جا خارج شد شهروندی هست مطابق با شهروندهای دیگه، اینجا دیگه سلسله مراتب نیست. به عنوان مثال یک مدیر اداره توی ادارهش به این مثلا کارگر خودش میگه که اینجا رو تمیز کن، اون تمیز میکنه، آمدن بیرون با هم میتونن برن غذا بخورن جلوی هم. این که دوباره بگه تو چون نوکر من هستی تو اون اداره، من به طور غذا رو میدم اون گوشه بخور اینجا، نه، این بازی ها، این شهروندی نیست. شهروندی تبعیض نداره، شهروندی انسان‌های برابر از نظر حقوقی داره که نقش‌های مختلف اجتماعی رو که به خرج میدن تو همون نقش خودشون اون نقش رو انجام میدن، اون نقش رو نمیشه تامین داد به جای دیگه. پس بنابراین شهروند از نظر جنبه‌های مختلف لازمه که به این شهروندیش از نظر حقوق موضوع توجه بشه. حالا من به شما گفتم دیگه حدود 105 اون شعور شهروندی رو که من باش کار میکنم 153 اصله، خب همه رو نمیتونم براتون بخونم، اما چند تاشو اینجا برای شما میخونم. یکیش این که اشخاص هم از حقوقی یا حقوقی، خصوصی یا دولتی، از جمله دولت و ارگانهای دولتی و بایدهای وابسته اون، حق تعرض به حقوق شهروندان رو ندارن.
پس نمیشه به بهانه از بهانه ها حقوق شهروندی رو به این علت که من نمیدونم فلان بنیاد هستم و نمیدونم فلان شخص هستم گرفت. علی خامنه‌ای که هیچ انسانی و حتی هیچ پیامبری نمیتونه حقوق شهروندی رو از کسی بگیره. ما حقوق غیر قابل صرف نظر کردن از جمله حقوق شهروندی. هیچ بنیاد، نه دولت، نه هیچ بنیاد، نه شخصی حق ندارن در زندگی افراد و عقایدشون تجسس و تفتیش کنن. توجه داشته باشیم از خواسته های رژیم های متمایل به تمامیت خواهی اینه که نه تنها تمام امور آدم دخالت میکنن، در روح و روان و منزل و چگونه لباس پوشیدن و چگونه عمل کردن هم دخالت میکنن. بس فرق استبداد با تمامیت خواهی اینه که استبداد یه سری قاعده هایی رو داره، همون رو حالا به طور کامل نمیتونه رعایت کنه، خودش هم زیر پا میذاره سر جای خودش، اما دیگه یه جایی دخالت نمیکنه. رژیم محمد رضا شاه دیگه تو روح و روان مردم اینجوری که این رژیم دخالت میکنه دخالت نمیکرد. یه سری آزاده های فردی رو داشتیم در اون موقع، حالا ادامه پیدا میکرد چی میشد من نمیدونم، ولی میتونم اینو به شما بگم که در واقع اجازه تجسس نداریم. یعنی من نمیتونم بگم که حالا شما که این فکر میکنی پشتش چی خوابیدین، از کجا آمده، چی شده، و این تجسس ها غلط حقوقی نیستن. از شهروند شما سوال میکنی جواب میده، نمیخوادم جواب بده سکوت میکنه، دادگاه براش تشکیل میدی، مجرمه اصلا زده یکی رو کشته، میخواد توضیح بده توضیح میده، نمیخواد توضیح بده سکوت میکنه. اجازه هم ندارید که با شکنجه یا هر وسیله یا با فشار یا تهدید و اینا مجبورش کنید به یک کاری. پس در رابطه با میخوام به شما بگم که در جنبش اخیر و در مسئله اعتراض تمام این پایمال کردن های حقوقی هست. مطلب دیگه، نمیشه بر به استناد خبرچینی ها و گزارش های سازمان های نمیدونم داخل گیوم امنیتی و داخل گیوم نظامی امنیت کسی رو ازش گرفت. تنها قاضی میتوانه این کار رو بکنه، اما قاضی هم نمیتوانه هر کاری رو بکنه. یعنی چی؟ قاضی اجازه تشخیص فعل ابتدا به ساکن رو نداره. قاضی فقط میتونه قواعد حقوقی که قبلا وجود داره و بر اساس اون عمل میکنه عمل کنه. اجازه خلق قانون نداره، اجازه نوشتن بلافاصله قانون نداره، اجازه نمیدونم استثناء و این بازی‌ها رو نداره. پس یکی از اصول قضاوت شهروندی این هست که قاضی بر اساس قواعدی که وجود داره میتونه اقدام بکنه. چیز هم کسی هم که داره محاکمه میشه میتونه خودش مستقیم از خودش دفاع بکنه یا که وکیل بگیره، و نمیشه هم وکیل رو مجازات بکنه مثل این رژیم که تو اجازه نداری وکیل فلان کس بشی، نمیدونم بالای سردر چیز بنویسن ورود وکیل ممنوع، از بالای دادگاهشون بنویسن وکیل، وضعیت دادگاهشون بنویسن وکیل، ورود وکیل ممنوع. بعد هیچ مقامی و حتی هیچ مقام دولتی حق ندارد برای محروم کردن شهروند یا شهروندانی از حقوق خود تقصیر بتراشه، بهانه بتراشه، پرونده سازی بکنه، جرم تراشی بکنه. به عنوان مثال میگه چی؟ کسی رو میگیرن به علت مخل امنیت عمومی، همچین جرمی وجود نداره. این ساخته این رژیم مستبده، نمیدونم مخل آسایش عمومی تو قرآن خودشون وجود نداره. شما در خود قرآنشون در اینجور موارد میگه به خدا واگذار کنی، ول کنی، بابا ول کنی، ول کنی. شما میتونی فقط صحبت کنی روش، نمیتونی محاکمه کنی. برایش جرم تراشی، بهانه تراشی ممنوعه از نظر حقوقی. از نظر حقوقی قواعدی وجود داره به عنوان حقوق موضوعه. این حقوق موضوعه نوع فعالیت، چگونگی فعالیت، چگونگی خارج شدن از اونها رو همه رو نشون میده، و بر اساس اونها هم همه میتونن عمل بکنن و دولت هم نمیتونه خارج عمل بکنه، از جمله به این علت که دولت نمیتونه غیر حقوقی باشه. نمیشه. پس بنابراین این تصوری که آقای فکر کنم پوربندی گفتن که حقیقی به دین از دولت جدا بشه، همچین چیزی وجود نداره. انسان ها دین دارن، عقیده دارن، با همین دین و عقیدهشون ندارن مرام دارن، ندارن ایدئولوژی دارن، میرن توی دولت و دولت رو آلوده میکنن. و
پس لازم نیست ما نمیخوایم انسان ها رو بیطرف بکنیم، ما میخوایم دستگاه رو بیطرف کنیم، یعنی بنیاد رو بیطرف کنیم. این انسان با طرف اون دستگاه میره، هرگاه عملش در تطبیق نباشه با اون مرام اون دولت، با اون نهاد، مجبور نظر خودش بذاره کنار، اون رو به اصطلاح اون نظر اون حقوق رو عمل بکنه. چجوری؟ میکانیسمش هم این هست، هیچ نماینده‌ای نمیتوان حق تصمیم یک شهروند رو به یک نماینده منتقل کرد، شدنی نیست. پس چه کار میشه کرد؟ میتوان ملتی که تصمیم میگیره، ملتی که گفتگو میکنه، ملتی که با متخصصهای خودش، با گفتگوهای خودش، با نقد تخصصها نظری رو پیدا میکنه، نماینده مجری اجرای اون نظر میشه. پس بهانه از بهانه ها، از جمله به پادشاه نمیدونم ساله، از جمله به یک نماینده، از جمله به یک نخبه نمیشه حق انتقال داد، برای اینکه تصمیم قابل انتقال نیست. این تو دموکراسی ها شناخته شده است و مطلب میگم میدونن که حق تصمیم قابل انتقال نیست. بعد بهانه هایی رو که میتاشن، توجیهاتی که میکنن به نماینده منتقل بشه دقیق نیست. دقیقش اینه که الان به شما گفتم پیدا شده، راش این است که تصمیم گیرنده مردمن، ملتن، لازمه راه جمع‌بندی ها رو پیدا بکنید و نماینده ها حتی حق جمع‌بندی ندارن. رئیس جمهور مملکت بگه مثل آقای مکرون مردم گفتگو بکنن، 1500 گفتگو زمان جریق زرد ها بذارن، جمع‌بندی رو من میکنم، بیخود میکنه، همچین چیزی نیست. برای اینکه جمع‌بندی رو که میخواد بکنه به نفع خودش میکنه، جمع‌بندی رو مردم میکنن، میکانیزمش لازمه پیدا بشه. چجوری این جمع‌بندی های مردم میره میشه کرد و چگونه اینشون منتقل کرد به نماینده؟ حالا اگه نماینده تا زمانی که دموکراسی نمایندگی هست، بعد دیگه دموکراسی شورایی رو هنوز مدل دقیقش مطرح نشده، به دموکراسی شورایی میتونیم بریم و در اونجا مسائل رابطه آمپاتیک میشه، رابطه چیز میشه، دو طرفه میشه، از یک حالت یک طرفه در میاد که من رأی بدم اون هر کار دلش میخواد خارج میشه، تمام میکانیزماش رو به صورت عینی نوشته میشه. پس نکته بعدی اینه، نکته بعدی که هیچ گروه یا حزب یا جمعیتی هم حق ندارن به نام عقیده یا مرامی به استناد برخورداری از حمایت اکثریت شهروندان در پی سلطه‌گری بر اقلیتی باشن یا گروه و جمعیتی باشن. من نمیتونم بگم قانون اساسی ایرانی که از قانون‌های اساسی، همون پیش قانون اساسی اول جمهوری اسلامی، دین رسمی مملکت شیعه است، مشهری دروغه، غلطه، غیر حقوقی است، شدنی نیست. در این مملکت مال همه مردمه، حتی یک نفر هم یه دین داشته باشه اون دینش قابل احترامه و نمیتونه قانون اساسی و نمیتونه گروه ها و سازمان ها و نهادهای مختلف خصوصی یا جمعی این حق رو زیر پا بذارن. و بنابراین نمیتوان کسی رو گفت تو دینت جداست، مرامت جداست تو، و بنابراین یه چیز رسمی وجود داره، یه اکثریتی وجود داره، یه حساب کتابی وجود داره، ما به دموکراسی اکثریت بر اقلیت دروغ، این همچه چیزی نیست. سلطه‌گری، زیر سلطه قرار گرفتن غلطه، حتی به اسم اکثریت. دموکراسی اکثریت بر اقلیت خودش یک نوع دیکتاتوریه، ربطی به دموکراسی به معنی اداره جمعی مردم نداره. پس بنابراین میبینیم که ما موقعی که میخوایم فکر بکنیم، حتی در درون اون فکر خودمون هم میتونیم انحرافای وجود داشته باشه. پس توجه کنیم مشکل فقط جوانان نیستن، مشکل انسانه. انسان رابطه تنگاتنگ لازمه با موضوع داشته باشه. انسان موقعی که یک موضوعی رو بررسی میکنه لازم است که عقل ارتباطی داشته باشه، نه عقل بریده. یه چیز اینجا شنیدم، یه چیز اونجا شنیدم، یه جمع‌بندی اینجا بکنم، این شدنی نیست. هر موضوعی ارتباط تنگاتنگ، از جمله انقلاب، از جمله اصلاح، از جمله جنبش مردم، رابطه تنگاتنگ با عقل تجربی و عقل نقاد که عقل آزاد هستن بررسی میکنم، جزئیات میسنجم، میبینم در گذشته چی هست، درس ها رو میبینم، ملت های دیگر رو نگاه میکنم، مسافرت فکری یا فیزیکی میکنم تا ببینم دیگرها چه کار کردن، اونا چه کار کردن که ما نمیتونیم بکنیم، چرا ما سه تا انقلاب کردیم هر دفعه نصف ول کردیم، اونای دیگه تونستن یه دونه انقلابشون هم به نتیجه برسونن. به عنوان مثال بگم، دانمارکی ها میگن ما الان 500 سال دیگه حالت سلطه بر هیچ کی رو نداریم، خودمون رو متوسط حساب میکنیم، چون خودمون رو متوسط حساب میکنیم سلطه نداریم، اومدیم پیشرفت کردیم. این رو به عنوان ارزش ملی خودشون میگن و برابر این میدونن که رابطه حقوقی، رابطه مسلط زیر سلطه نیست، رابطه مطبوع تابع نیست. میدونن که دموکراسی احتیاج به مراقبت دائمی داره، یه سیرورت هست، یک
روند هست، یک فرایند هست، یک پروسه هستش که میتونه وسط پروسه هم خراب بشه، میتونه آخر پروسه خراب بشه، میتونه هم اولش خراب بشه، میتونه هم تا خوب پیش بره مثل همین داما که الان بر شما میگم، میتونه هم همون اولش خراب بشه مثل ما، مثل میتونه هم یه مدتی خوب پیش بره و بعد سرنوشت نامعلومی داشته باشه، به عنوان مثال مثل هند. هند الان اگر خوب پیش بره قبل از سال 2050 اقتصاد اول دنیا خواهد بود، ولی فساد در اونجا زیاده الان. آیا میتوانی اینا رو مسائل حل بکنه؟ اینا آینده نشون خواهد داد. پس توجه داشته باشیم که این تصور، یک قاعده رو دارم در اینجا مطرح میکنم، این تصور که من که عمل کنم حتما این گونه است، من این فکر دارم حتما، این یعنی جبرگرایی، این یعنی دترمینیسم. این فکر، فکر چپ ها بوده، از جمله چپ ها بوده و هنوز هم مانده و باقی مانده. ما فکر میکنیم که یه راهی رو که داریم حتما نتیجه مثبت میده یا منفی میده. نه، میتونه مثبت بده، میتونه منفی بده. این نوع نگاهیم، این رابطه تنگاتنگی باش داریم، این رابطه به اصطلاح تحقیقی و نقدی که باش مرتب داریم، این میتونه تضمین کنه زمانی که این عقل رو از دست بدیم، عقل‌های دیگه جاشون میگیرن. عقل توجیهگر جایگزین میشه، عقل ایدئولوژیک جایگزین میشه، عقلی که در آن شلخت کاری وجود داره حاکم میشه، شلخت گویی پیش میاد، شلخت بررسی کردن و ارتباط پیش میاد. اینها کار دست آدم میده. شما مثل تمام صحنه‌های اجتماعی از جمله انقلاب، صحنه بازی رو صحنه شطرنج، شما این ورنشستی، دشمن شما هم یا رقیب شما اون ورنشسته، شما این ورنشستی، رژیم اونجا نشسته، یکی هم این وسط از سلطه خارجی هم داره دخالت میکنه، یواشکی زیرش پیام میده بهش، یواشکی حمایت میکنه. مگر یادتون میاد سال 86، اونایی که یادشون میاد سال 86، سال 1386 جنبش سبزها، نوکیا معلوم شد که به این دست با این رژیم چیکار، دستگاه سرکوب داده به این رژیم، مورد چیز در واقع نکوهش جهانی قرار گرفت و به میزان زیادی اون نفوذ که اولین صادر به سر سازنده تلفن بود در رویا، الان شده این درش 56 هم نیست. یک علتش همین اشتباه بزرگ حقوقی بود که کرد نوکیا. پس حالا اگه من با سیاست صحبت کردم ادامه خواهد داشتیم، میتونیم خواستیم صحبت کنیم. بابا ترجمه که ساعت 8ه، من که ما معمولا جلسه دو ساعته انجام میدیم، دوستان اگر مطلبی هست که میخوان بگن بفرمایند، وگرنه که جمع‌بندی کنیم این جلسه رو، اما این بحث رو ادامه خواهیم داد با توجه به اینکه بحث مهم و طولانی هست، توی جلسه بعدمون حتما راجع به موضوع بیشتر صحبت میکنیم. بله خیلی ممنون. آره در حال حاضر پس اگر امکانش هست به جمع‌بندی. بله خیلی ممنون. من قبل از جمع‌بندی یکی دو نکته در مورد قضاوت شهروندی مطرح کنم، چون با این جنبش ما در ارتباط هست. اینه که حقوق شهروندی قضایی هم وجود داره و اون یکیش این است که هر کس حق دارد برای رفع ظلم و ستمی که به او میشه به دادگاه صالح رجوع کنه. برای این حق، برای اینکه این حق سوری نباشه و واقعی باشه، این دستگاه لازمه که حقوقی حتما باشه و ناتوانی اون کسی رو که بهش مراجعه میکنه رو هم جبران کنه. خود میتوانه دفاع کنه، از خودش دفاع بکنه و نمیتونه وکیل بگیره. وکیلش هم خارج از روابط سلطه و زیر سلطه وابسته باشه. هیچ کس رو نمیتوان، هیچ شهروندی رو نمیتوان خودسرانه احضار کرد، توقیف کرد، زندانی کرد، تبعید کرد یا ممنوع الخروج کرد. تمامی کارا که این رژیم میکنه، هر کس حق داره خود رو از خود از خودش دفاع بکنه، همونطوری گفتم، اگر نه وکیل بگیره. بنابر این که خانه و محل کار و مراسلات هر شهروند از هر نوع و بازرسی و دخل و تصرف در داشتهاش صحیح نیست که دسترس تعرض بهش بشه، لازمه که مصون بمونه. هیچ کس رو نمیشه مغلوار وارد خونه شد که من میخوام تفتیش بکنم، شدنی نیست. اون قاضی هم که میتوانه بر اساس قاعده‌های مشخصی که وجود داره میتونه این کار رو بکنه، اون هم خودسرانه که نمیدونم انواع اقسام دستگاه‌های در واقع نظامی مختلف
که هر کدوم یه جوری عمل بکنن و این گروه نباشه، یعنی نه تنها قاضی نمیتونه خودسرانه عمل بکنه، این ماموران اجرا هم نمیتونن وسط کار قانون بتراشن. و نکته دیگه، حالا بازم زیاد شد صحبت ما، باز داره طولانی میشه، در مورد کسی یا کسانی که در حین ارتکاب جرم دستگیر میشن یا وجود خطر فرار یا از بین بردن دلایل مدارک از سوی متهم و متهمان به ارتکاب جرایم سنگین وجود داره، لازم استش که بلافاصله بعد دستگیری قاضی از مجرم شدنشون متهم بشه، چیز مطلع بشه، که اگر میخواد مدارک پنهان کنه بلافاصله جلوش گرفته بشه، و اگر هم میخواد به خاطر این جرایم جان مالی خود همون مجرم در خطر جلوگیری بشه و اقدامات لازم بشه. هیچ کس حق نداره کسی رو بدون اطلاع او و یا با استفاده از نیاز شدید او مورد آزمایش های پزشکی و علمی قرار بده. پس بنابراین این که ببرمش میخوام اصلاحش بکنم بعدش ببرم معلوم نیست کشتم، این کارا هم قرار اینا قسمت های حالا بازم وجود داره، قسمت های حقوقی هست به علت در واقع کوتاهی زمان. یه جنبندی رو که برای من مطرحه این هستش که حقوق ذاتی با حقوق موضوعی در ارتباط هستن. ما هم به عنوان شهروند هم به عنوان انسان بر مبنای این حقوق ذاتی می توانیم حقوقی رو بنویسیم که مورد پایدار بمانن، اتحاد پایدار ایجاد کنن و جلوی اشحاف کاری ها رو بگیرن، جلوی دمدمی مزاجی های قدرت رو بگیرن، چون از خواسته های قدرت دمدمی مزاجی شه، امروز یه چیزی میگه فردا خودش اونو زیر پا میذاره گرفته بشه، و در این حال دستگاه های مناسب حقوقی هم بگذاریم و در این حال دستگاه های مناسبی که قدرت توان تصمیم رو در اختیار مردم بذاره و قابل انتقال نباشه هم فراهم کنیم، یعنی رسانه های مستقل ایجاد کنیم، دانشگاه های که در ارتباط هستن با صنایع ایجاد کنیم، صنایع و واحدهای تولیدی که در ارتباط هستن با رسانه ها، و شفافیت رو به حدی برسانیم که مردم به عنوان شهروند بتوانند تصمیم بگیرن. تصمیم اگر بر اساس مجموعه اطلاعات نباشه، بعضی اطلاعات باشه، حتما اشتباه میشه. برای اینکه بتونیم تصمیم درست بگیریم مجموعه اطلاعات باید شفاف باقی بمانند، مگر در موارد جنگی، اونم موارد بسیار خاص، نه همه موارد، که مثلا امنیت مملکت به خطر میفته، اون هم در اونجا باز مردم نمیتونن تصمیم بگیرن، زمانی که موقعیتش فراهم بشه اطلاعات کامل در اختیار مردم گذاشته میشه تا این عقل جمعی بتونه تصمیم بگیره. پس بنابراین توجه شما رو جلب میکنم که اعتراض زمانش بلافاصله بعد از تجاوز به حقوق، اعتراض حق حقوق از جمله حق اعتراض کودکی که یا نوجوانی که میگه بابا من تو شرایط نمیتونم نفس بکشم، هر روز اعتراض کنه، کسی نمیتوانه به او تعرض کنه، به خونش بره، نمیشه او را تفتیش عقاید کنی که چرا تو اینجوری فکر میکنی، و نمیتوان به شهروند اکراهی رو تحمیل کرد، هیچ اکراهی رو، حتی به اسم اکثریت خود مردم، حتی به اسم اینکه مصلحتی در کار هست، مصلحتی که معلوم نیستش، که توضیح حقوقی نداره. پس با هم هستش که میتوانیم پیشرفت کنیم، با هم هستش که میتوانیم بررسی کنیم، با هم هستش که میتوانیم رژیم رو که لایق ما هست ایجاد کنیم. محاله که ما دموکراسی رو بیاریم خودمون از اون حفاظت نکنیم از بین میره. نمونهش دیدیم دیگه، زمان مصدق دیدیم، سال 31 مردم اومدن تو خیابون، سال 32 نیومدن تو خیابون، زمان احمدشاه دیدیم دیگه، با هزار خردی رضا شاه اومد، رضا خان اون موقع اسمش، با یک روزنامه‌نگاری آمدن چیکار کردن، تهران رو گرفتن، تموم شده پیکارش، با هزار نفر، یه مملکت با هزار نفر گرفتن. چرا؟ سکوت سنگین مردم، دخالت نکردن و خارج کردن مردم از صحنه موجب استبداد میشه. پس این تصور که فقط استبداد مقصر نگاه به طرف استبداد صحیح نیست، نگاه به خودمون داشته باشیم، خودمون مسئولیت ما چقدره، خود ما چه اندازه عمل میکنیم و خود ما تا چه اندازه میتوانیم اثرگذار باشیم، و توجه داشته باشیم در طبیعت رابطه فعال با غیر فعال وجود نداره، رابطه زنده با مرده وجود نداره، رابطه یک طرفه وجود نداره، رابطه همه دو طرف است. تمام موجودات از جمله سنگ فعالن، حرکت دارن. بنابراین ما
با موجودات رابطه حقوقی برقرار میکنه، رابطه دو طرفه برقرار میکنیم، مؤثر هستیم. در این رابطه بمانیم حتما دموکراسی رو به دست میاریم و پیشرفت هم خواهیم کرد. ما موقعی که با طبیعت خودمون رابطه دستمال کاغذی پاره برقرار کردیم، نمیتونیم در این زمین زندگی بکنیم. ما موقعی که آنچه را از زمین میگیریم بهش بر نمیگردانیم، خودمون مقصریم در اینجا. به عنوان مصرف کننده، به عنوان یک شهروند، حتی به عنوان یک نهاد دولتی و انواع اقسام نهادها، ما موقعی که میاییم، چون خانم بیژندی بچه رو مثال زدن، یه دختر نوجوان دانمارکی که حالا مریضی هم داره آمده به دنیا، میگه بابا این من نمیتونم تو اینجا زندگی کنم. آفرین به این نوجوان، یادم رفته اسمش. به هر حال میخوام به شما اینو بگم که میتوانیم با هم موقعی که فعالیت رو میپذیریم عمل بکنیم. توجه کنید در تظاهرات دیروز فرانسویه شعاری میدادن، ما ایرانی ها نمیدادیم. شعار میدادن حرکت 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 اجتماعی. ما شعار حرکت حرکت اجتماعی، اونا حرکت 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 اجتماعی رو ارزش میدونستن، برای اینکه میدونن رابطه چیز هست، در واقع انسان هایی که فعال هستن. رابطه فعال ها رو استبداد ها یا خودمون گاهی اوقات تو زندگی های خصوصی خودمون تبدیل میکنیم به رابطه فعال و غیر فعال. در یک خانواده هم پدر نقش داره، هم مادر نقش داره، هم فرزند نقش داره. هیچ کدوم نمیتونن بگویند به علت نمیدونم به این علت خاص من میایم و به تو چه کار میکنم درس میدم. از بچگی به فرزند اینو میگن به اسم نمیدونم پرنسیپی، به اسم دینی یا به اسم در واقع ارزش اجتماعی این قواعد وجود دارن، اما نمیتونم بگم بهش دستور بدم چه کار باید کرد. پس بنابراین جای دستور رو در رابطه با تربیت بچه چی میگیره؟ به بچه قاعده رو میگیم به اسم این که من پدر مادرت از این دین نمیدونم از این قاعده اجتماعی یا از این چیز این قاعده رو به تو میگم. او رو مرتب تکرار میکنیم به بچه. بعد از یک مدتی تو رابطه با بچه میبینین اون قاعده رو بچه فهمید، اون زمان هستش که با بچه میتونین انجام بدین. و زمانی که بچه قاعده رو میبینید فهمید انجام نمیده، اونجا میگه تو ضعیف هستی، من بیاد میام بهت کمک میکنم تا بتونی انجام بدی. این قاعده هست که تو اگر 2 ساعت بیشتر در روز تلویزیون ببینی استعدادت رشد نمیکنه. بچه‌هایی که تلویزیون زیاد میبینن هوششون کمتر از بچه‌هایی که میبینن. این قاعده است، این مرتب بهش میگیم. و بعد که فهمید اگر بیشتر از 2 ساعت ببینی تلویزیون خاموش میکنه، ببین خودت قاعده‌ای که میدونستی ما داریم اجرا میکنیم، با هم هم داریم اجرا میکنیم. پس میبینیم ما میتوانیم دستور و رابطه یک طرفه رو تبدیل کنیم به رابطه دو طرفه حتی با بچه. پس به بچه، این بچه نیست که حتما باید به بزرگ احترام بذاره، این بزرگی که حتما به بچه باید احترام بذاره. وارونش رو ما انجام میدیم. بچه فهمید میتونه احترام بذاره، اگه نفهمید این بزرگتر که میفهمه، این باید به بچه احترام بذاره. در هیچ موردی نمیشه بچه گفت خفه شو، نمیشه بچه گفت برو ببینم بابا بشین اونجا این بزرگتر داره میزنه حرف نزن. این کارا غلطه. این نشان دهنده این هستش که ما از همون ابتدا داریم رابطه رو با بچه برقرار میکنیم که این رابطه ناسالمه. در رابطه با حقوق بچه لازمه به این نکته توجه داشته باشیم که بچه لازمه ببینه زندگی یک روندی داره، حتی اگر سعودی هست، و این مرتب درش راه حل هست. بنابراین هر وقت مشکلی پیش میاد پدر و مادر لازمه توضیح رو بدم بدون وحشت زدگی. یهو مثلا بچه میره با توپ فوتبالش میزنه شیشه همسایه میشکنه، یهو داد فریاد ای بیچارم شده خجالت کشیدم. این بچه فکر کنه اینجوری فکر کنه که دنیا رعد و برق و پرتلاطمه. نه، بهش توضیح میده این شیشه رو که شکنده این ضرر داره، راه حل داره، ما میریم میخریم شیشه رو میذاریم، اگرم نداریم میریم باهاش صحبت میکنیم، یا تو رفتی خاکستر از این طبقه بالای طرف رو بالکن همسایه، برو جارو رو بردار، برو اونجا چیز کن تا دوستی با همسایه رو نگه داری. میبینیم رابطه ها میتوانه از همون بچگی به احترام کودک، به احترام حقوق کودک انجام بگیره و به تدریج که کودک میفهمه مسئولیت پیدا میکنه. پس هم در رابطه با انقلاب 57، هم در رابطه با جنبش، هم در رابطه با کودک یک قاعده مطرح میشه: انسان از زمانی مسئولی که وجدان پیدا میکنه، قبل از اون مسئول نیست. 57 ها نمیدانستند که یک مرجع تقلید رو سخنگوی خودشون بکنن میتونه نارو بزنه. و
بعد که فهمیدن حالا دیگه نباید بکنن، الان مسئولین. قبلش ما نمیدونستیم، ما فکر کردیم و برسه طبیعت ما حالا خیلی زیاد یه لحظه‌ای که حتی چپاه و ملی ها و مذهبی ها همه با هم همکار همشار شدن دیگه، اون انقلاب کردن. آن چرا که نمیدونستیم الان به محاکمه بکشیم تو چرا اون موقع کار کردی، با قضاوت الانمون داریم کار میکنیم. قضاوت اون موقع این هست که ما اونگوره فکر میکردیم، تا زمانی که فهمیدیم و دیگه مسئول میشیم. پس انسان حتی بچه از زمانی که فهمید دیگه اون انسان قبلی نیست، بعد از اینکه فهمید انسان جدیدی است، مسئولیت جدیدی است و همینطور شدن ادامه پیدا میکنه. خیلی ممنون از حوصله و محبت و گفتگوهایی که با من داشتید، مرسی. ممنون از شما جناب رئیس، خیلی صحبت های درست و به جایی بود و خیلی به اطلاعاتمون اضافه شد. لطف دارید، مرسی. نکاتی بود که واقعا کمتر بهش پرداخته میشه. خیلی هم عالی. دوستان اگه موردی هست که بخواید اضافه بکنید یا سوالی هست میشنویم ازتون. در غیر این صورت با اجازت میخوام بیرجندی من خط جلسه اعلام بکنم. خواهش میکنم، اختیار دارید خانم. خیلی ممنون از تک تک شما عزیزان و همراهانی که تو این جلسه بودید، مشارکت کردید. ممنون از جناب آقای رایی که دعوت ما رو پذیرفتن و حضور داشتن. من ختم جلسه ویژه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو رو ساعت 20:17 به وقت اروپای مرکزی اعلام می‌کنم. شب و روزتون خوش و وقت بخیر.